بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز 19 ماه اسفند 1401 برابر با 10 ماه مارچ 2023. این برنامه از پایتخت آمریکا، واشنگتن، برای شما پخش میشه. ما همزمان هستیم با شرق آمریکا، نیویورک. ساعت 12:06 بعد از ظهر هست. روز جمعه. بله، این هفته 2 برنامه گذاشتیم. یکی سه‌شنبه، دوستان تشکر کردن، خوشحال شدن. حتی یه نفر نوشود از اون خانومی که برای شما دوربین خریده تشکر کنید. گفتم چشم، ولی این بنده خدا اصلا احتیاج به تشکر و اینها نداره. خودشون دوست داشتن این برنامه رو حمایت کنن تا ما بتونیم یه صدایی باشیم، صدای مردمی، برای مردمی که از همه طرف مورد حمله قرار میگیرن و هیچ کس نمیذاره صدای اینها به گوش برسه. بذارید من اینجا ببینم برنامه ما شروع شد، هستیم نیستیم. یه وبسایتی هم هست. بله، اینجا هستیم. صدا هم سه‌شنبه، دوستان بله نشون میده 2 اینجا هستم. من میخواستم تا کسی نیست، این خیلی پوشه پر شده، یه پوشه ویدیویی و عکس و اینا پر شده، اینا رو میخواستم شروع کنم خالی کنم، ولی حالا که شما هستید خوش آمدید. لطف کنید به دوستان دیگه هم خبر بدید. من معمولا قبل از برنامه ها می‌نویسم که امروز برنامه داریم یا نه، ولی امروز برای آقای کردار نوشتم. دوستان باورتون میشه من و آقای کردار هر دومون رشته هامون رشته برق، هر دومون پرمدعا که ما همه چی رو بلدیم، الان 2 است میخوایم با هم تماس بگیریم. اون روز با آقای زاهد هفلنگ تا گفتم آقا من زنگ میزنم تلفن با واتساپ، میره رو واتساپ اون، خاموشش میکنم، میام رو فیستایم میزنم. خلاصه واقعا روزگار غریبیه. البته ما هم به اونها اجازه دادیم که این روزگار رو برای ما غریب کنن. بهتون گفتم برای یکی یه تکس میفرسی، جواب تکست رو میگه فرستادم تو واتساپ، برو اونجا. نه خانم، نه آقا، اگه من تکس برای شما فرستادم، شما باید تکس برای من جواب بدی. اگه ایمیل فرستادم، باید ایمیل جواب بدی. بمانه. خب به به، آقای آتیلای آریا، قشنگ و خوشمزه و خوب، که خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم. آقا این ماشینای چی بهش میگین شما، اکویپمنت های هیدرولیک و اینها، من گاهی وقتی کرایه میکردم سال 2006، خیلی جالبه، میدیدم یه بچه کوچولو، یادمه سالها پیش، سال 2 قبل از انقلاب، حتی شویجون کوهنجان بهش میگفتن کنجون، مهندس محکمی داشت یه جاده میساخت، بعد داداش من براش کار میکرد. داداش من به من کلک زد، گفت بیا این کلیدو بگیر ببر بده به آقای محکمی، بگو داداشم داره میره مسافرت. من احمقم دیگه، فکر اینو نکرده بودم که وقتی کلیدو میدم بهش، بعد آقای محکمی هم گفت فوری یه چای برای من آوردن، گفت خب چقدر خوب و اینها، داداشت داره میره مسافرت، شما خودت چی کار میکنی؟ گفتم دانشجو هستم. گفت نه، منظور همین روزا چی کار میکنی؟ گفتم الان هیچی. گفت خب پس این کلیدو بذار جیبت، فردا صبح شما بیا اونجا. ما رفتیم سر کار، غریبه نیستم، انجام بده. خلاصه ما رفتیم اونجا، دیدیم آقا یه پسری بود 12 می اومد با این لودرایی که چرخش قد آدمه، و چنان دور میزد و خاک برمی داشت و عقب عقب میرفت و میچرخید، و که بعض وقتا هم مثل موتورسیکلت تک چرخ میزد. ما گفتیم چقدر آسونه. یه دفعه بهش گفتیم که این خیلی مشکله. گفت نه بیا یادت بدم. ما رفتیم تو این کابینش، یه کم اینجوری جیم کردیم، دیدیم آقا چقدر مشکله. اولا چرا اینا گاز و اینا رو اینجوری گذاشتن؟ بعد خلاصه همه چیز عادت، همه چیز تمرینه. ولی یه چیزی به شما بگم آقای آتیلای گرامی، توی آمریکا اینایی که این کارا رو انجام میدن مسابقه میذارن با هم، که مثلا یه کوارتر قد یه مارکی، اون وقتا قد لابد حالا مثلا یوره فلزیش انقدر میذارن رو زمین، این با بیلش ورش میداره. اصلا آدم میگه الان میزنه آسفالت رو میشکنه، این رو مشکنه، این خلاصه درجه 1 و 2 و 3 دارن، نرخاشون و دستموتشون هم فرق میکنه. ولی من
از شما یاد میگیرم وقتی این دستگاه ها رو میاری یا تعمیر میکنی و میبینم چقدر قشنگ همیشه دستکش دستت شیک. من تو ایران دستکش میپوشیدم، رانندهای دیگه منو مسخره میکردن، ولی همیشه اونا بوی گازوئیل و اینها میدادن، من میتونستم از از اونجا بیام مستقیم برم مهمونی. در صورت خیلی ممنون شاهین عزیز، ممنون، متشکرم. من آقا اینستاگرام و قیدش رو زدم، حالا برای شما خیلی ساده میگم، شما برو توی اینستاگرام یه ویدیو میخوای نگاه کنی، این حتی به شما اجازه نمیده ببینی این، یا من بلد نیستم این ویدیو چند دقیقه است، چند ثانیه است. مثلا همین جوک آقای حسن ویربندی، چه جوک زشت و بیمزه، و بعدم مرده میگه من یوبوسد بودم. آقا یوبوسد که نیستن، مثلا طرف یوبسه چون یوبوسد گرفته یا یوبوسد داره، یک چیزای این اخبارگوهای مال کانال اینترنشنال و من و تو اینای دخترای جوان یه غلط قلوتایی میگن. اصلا من میگم بابا من فکر کردم چون رشتم فنی بوده فارسی بلد نیستم، بیا اینا رو نگاه کن. گاهی وقتی اصلا خندم میگیره، میگم تو برنامه بعدی میگم یادم میره بمانه. آقا من قید اینستاگرام زدم، بوسیدم، گذاشتم کنار. برنامه ای که شما وقتی میخوای لینک بذاری باید بهش بگی لینک، ببخشید و باز سیفون رو بکشیم بندازیم تو توالت، شما چون لینک میذاری یعنی یه HTTP با اون شروع میشه یا URL دیگه، خودش باید بفهمه. اینا این جوونا رو گذاشتن سر کار، و اگه شما نگاه کنی ممکنه اگه اینا درست کار کنن هر جوونی یه ساعت در روز، ولی جوونا روز 3 ساعت 4 ساعت همینجوری اینجوری که حالا نمیدونم تیک تاک و دیگران میگن که ما میتونیم بچه های شما رو محدود کنیم نمیدونم اینجوری، ولی اگه خواستید 1 ساعت بیشتر، بعد میگم خود بچه‌ها میره جای باباش ثبت نام میکنه خودش آزاد میکنه. در اصل ممنون، متشکرم. بگید که صدای این میکروفونی که میکروفون خود دوربینه دیگه، من اون میکروفون اضافی رو نگذاشتم اینجا، و بعد گفتم اگر کسی تماس گرفت یا خواستم ویدیویی رو پخش کنم، یه دونه از این اسپیکرها رو گذاشتم اونجا بالا که نزدیک این باشه صدا بیاد و ببینیم چی میشه. خب این هم از این ماجرا، ولی ممنونم شما زحمت تو کشیده بودی، نشون داده بودی که بله برو روی یوتیوب لینک رو بگی، بعد یه عکس هم از قبل بذار، بعد بیا ازت میپرسه عکس رو بذار، بعد وقتی میذاری بگو لینکه، اول بنویس LINK بعد اونو بزن، بعد تازه حالا چند نفر ما رو میبینن. من نمیدونم، من که میگم بلد نیستم، بذارید الان بهتون نشون میدم این یعنی چی. مثلا من الان میام اینجا، بذارید هم خود شاهین رو پیدا کنیم که شما اگه شاهین رو نمیشناسی اینجا بشناسیش، و بری ویدیوهای خوبی میذاره، ویدیوهای کوتاهی میذاره شاهین آرت. ببین الان بهت میگم، تو اینجا میای مینسی شاهین غلامرضایی، طرف میاد تو اینستاگرام میگرده دنبال اون نیست، اینجا گذاشته شاهین نقطه آرت. خب ما میایم اینجا، بذار بهتون نشون بدم دوستان، این صفحه دوست گل ما آقای شاهین خان عزیز. خب سلیکت اریا 16:9 میریم که صفحمون با صفحه چیزی یکی باشه، 16:9. خب میایم رو کامرای 2، اینجا کامرای 2. خب ببینید این شاهین لبخند داره میزنه. اولا من این رنگا رو نمیفهمم، یکی دورش آبیه، یکی دورش قرمزه، یکی دورش نارنجیه. خب حالا بگذاریم از ایشون 1564 تا چی تا حالا پست کرده. پست هم کلمه نصب کردن و پست کردن و قرار دادن و اینها هست. خب میگه همه چی خوبه، صدا و تصویر، مرسی از. بعد میگه که 981 نفر فالوورز داره، یعنی اونا شاهین رو فالو میکنن. ایشون 5497 تا فالوینگ داره، یا این دوتا رو شاد دارم عوضی میگم. خلاصه خود منم همینجوره، خیلی ها رو فالو میکنم ولی اونا مرام و معرفت ندارن که ما رو فالو کنن. حالا ما این ماوس رو میاریم پایین، مثلا این نوشته 22 تا قلب دادن، نظر هیچ که نداده. میام این یکی میگه 48 تا قلب گذاشتن، همین یعنی لایک، نظر 2 تا دادن. این میگه 64 تا نظر 2 تا دادن. شاهین
وقتی روی چیز رفته بود خوشحال بود، میگفت امروز گذاشتم شده 15,000 تا، قرمز یعنی استوری داری. خب اگه من استوری دارم که خودم میدونم، اگه دیگران باید بدونن برای دیگران گذاشته، که خب یه چیزی مثل نمیدونم، من نمیدونم، خلاصه اینا همش ببینید، 66 22 43 21 این یکی 279 تا و 13 تا، این هزاره هایی که شما زمنان اینجا پیرنت برعکسه، یعنی باید اون دوربین تو بهش میگن فلیپ، چپ و راستش کنی. میبینی اینجا فیوچر، آینده رو از این وری نوشته. خلاصه ما نخواستیم آقا، ممنون و متشکر. مثلا اینجا نوشته سه تا مسیج، بعد میاد یه سری مسیج داره، یه سری نوتیفیکیشن داره، بعد تازه میری تو مسیجش میگه اینجا دیدنی نیست. خب اگه دیدنی نیست، ورنینگش یا هشدارش هم همونجا بده. بریم آقا، شما یه وقت رفتین یه رستورانی که هم بزرگه هم چندین شعبه داره، ولی با دوستت میشینی میگه آقا یادش بخیر این رستوران هست، اون وقتایی که شروع کرد اسمش بابا کوهی بود، خودش بود و مثلا پسرش یا خودش و باباش، چقدر خوب بود، چقدر با صفا بود، میمدی اینجا نمیخواست تو صف وایسی، نمیخواست از این وایبرتورا بهت بدن، کالت کنن، پیجر بهت بدن، میمدی میشنسی، بعدم یه چای بهت میداد و میرفتی دنبال کار. بذارید تلویزیون مردم همین کافه کوچولوی بابا کوهی باشه. در صورت ممنونم از تمام دوستانی که با لطفشون، یکی میگه بیا تو تلگرام، یکی میگه بیا تو اینستاگرام، یکی میگه اون، یکی میگه اون، آقا مرسی، متشکرم. خب دیگران باید بدانن، برای دیگران گذاشته، خب خیلی ممنون، متشکرم. بذارید من برم اینا رو بخونم، امروز تصمیم گرفتم که چیز کنم. اولا از پتیک عزیز ممنونم، این ویدیویی که مثلا ما اون روز داشتیم حالا رو فیسبوک و این ور اون ور که گذاشتیم رو خود یوتیوب، مثل که 400 خورده نفر دیدن. 400 خورده مگه آدم ها رو میشه خورد خورد کرد؟ بذارید من صدای اینو اینجا ببندم. بله میایم روی ویدیوز، این صفحه رو بهتون نشون بدم، کامرای دو دوباره. خب اینجا این تاریخ ماریخ ها که میپره بردارم. بله وقتی میای اینجا، این دختر آقای شارمت، این یکی 456 نفر دیدن. بعد من هی به دوستان میگفتم سابسکرایب و اینها، سابسکرایبش دوستان این کناره، حالا مال شما ممکنه یه جای دیگه باشه، tell us about someone else. خب این میخواد تبلیغ نشون بده، اگه اکانت داشته باشید، من اون اکانتی که دارم تبلیغ رو نشون نمیده. بله اینجا میگه یوتیوب بعد از تبلیغ شروع میشه، این تا این خطه نیاد این آخر اینا. در هر صورت این از این، ما حتی قرار بود که اینجا یه دکمه داشته باشیم که اگه دوستان میخوان حمایت کنن حمایت کنن، اینجا سابسکرایب داشت. آقا هر کاری دلشون میخواد انجام میدن، همش هم به این خاطره که مجانی هستیم، چون مجانی هستیم اونا هم هر خاکی میخوان به سرمون میریزن. ببینید چجوری ملت ایران برای اتوبوس مجانی، برق مجانی 44 ساله چوب تو آسینشون کردن. منظور از آسین که میدونید چیه، برای که رفتن دنبال مجانی. اون احمقایی که هی میان به من میگن شما 57 یا، اولا ما 57 نبودیم، بنده مأمور حکومت نظامی بودم در رژیمی که شاهی که 37 سال خورد و دزدید و برد و زنبازی و همجنس بازی کرد باد وای میساد، اون در رفت و ماها باز وایسادیم، ولی مردم بودن. شما میگی مردم نبودن، همینجا وایس، مردم نبودن که انقلاب کردن، کی بود؟ خارج بود. خب برو دنبال خارج، پس دیگه بین اون نگو 57 یا خفه شو. خب بله بیام اینجا، آره از پتیک تشکر میکنم، حالا برگشتیم توی اینجا نشته 456 تا. اولا من هنوز نمیدونم وقتی من این لینک رو میذارم تو فیسبوک، یه نفر از فیسبوک میاد نگاه میکنه، اینجا اضاف میشه یا نمیشه. اگه این پدر سوخته ها هستن که وقتی شما میذاری اون یه لینک دیگه درست میکنه و یه یو آر ال دیگه کش اینجا، یعنی اینا نمیذارن
یه کسی مثلا از قبل برنامه مجانی اینا یه چیزی ببره. در هر صورت ما همین 456 تام از سرمون زیاده. یادم میاد به روزایی که باید مینشستیم تا بشه 300 تا، البته ما یه زمانی 1000 تا 2000 تا اینا هم داشتیم، ولی مهم نیست. آقا فکر کنید من اگر 10 تا بیننده مثل این بانویی که لطف کرد 600 دلار کمک کرده، یه 100 دلار یه 500 دلار، من اگر 10 تا مثل این داشتم ببخشید مردشون اون 20000 تا و 2000 تا و 10000 تا رو ببره. خب پس بعضی وقتا کمیت مهمه، ببخشید کیفیت، چی باید بگم، کیفیت مهمه، کمیت میشه تعدادش، کیفیت میشه آدمات، حالا خوراک باشه کیفیت میشه خوشمزگیش، رنگش، طعمش، مزهش، فلان اینا، کارهای اینجوری باشه انسانیتشون. در صورت پتیک تنها کسی بود که وقتی براش لینک رو فرستادم تا نگاه کرد گفت زوربی این پایین روی برنامه اصلی نشون میده مارچ، ماه مارچ، ولی اون بالا که گذاشتیش روی تو نشون میده فوریه. گفتم ممنونم، تو تنها کسی بودی که نوتیس کردی یا متوجه شدی. خیلی از ایشون ممنونم، تشکر میکنم. و اما بذارید یه دوتا آگهی هم بهتون نشون بدم. آقای مهدی تبریززاده در این منطقه خیلی معروفه، سالهاست این کسی که اولا دانشگاه بو علی رو راه انداخت، نه اینجوری بهمش نشون بدیم، بله دانشگاه بو علی سینا رو راه انداخت. یادم میاد این آقای انواری میگو من داشتم توی بلتوی میرفتم، حالا نمیدونم از فلان شهرم اومده بودم، یه دفعه دیدم یه تابلوی نوشته دانشگاه بو علی. انواری هم، مرتضی انواری، احتمالا این برابر تو برنامه های تلویزیون های چیز میبینیش، انواری هم بچه همدانه، همشهری بو علی خودش رو میدونه. گوه آقا کشیدیم کنار رو زدیم ترمز و اومدیم و نگاه کردیم گفتیم این کجا هست و اینها، بعد دیدیم این آقای مهدیزاده هست. در هر صورت هم فردا یه دلیلی هم که من امروز برنامه گذاشتم حقیقتش به خاطر اینه که دیروز ایشون منو دید گفت سوربی اگه میشه این آگهی رو بذار، خیلی هم دلنگران بود که ما رو تو این شرایط بذاریم یا نذاریم. گفتم ببین یه چی برات بگم، پدر بنده فوت شده، پدر شما فوت شده، ولی از 6 ماه قبل برنامه گذاشته بودیم مثلا پسرمون میخواسته ازدواج کنه. خب میری پدرت ختمش میای، بعد هفته دیگه هم عروسی پسرت میری اونجا، شما نمیتونی به پسرت بگی که به خاطر که پدر من فوت شده حالا عروسی نگیر اصلا یا عقب بنداز اینها، اون وقت این پسرت همیشه از پدرت، پدر بزرگش متنفر میشه. در هر صورت فردا دوستان 11 مارچ روز شنبه و 12 مارچ روز یک شنبه از ساعت 10 صبح تا 6 عصر، البته من فکر کنم 11 صبح توی یکی دیگرش نوشته بود، ولی حالا شما از همین 10 صبح بذارید من اینجوری بیارم براتون، هر کی خواست من اینو میذارم روی فیسبوک بعد نگاه کنه. اینجا بذارید من بذارم 16 به 9، بله این واحدا هم دیوونمون کردن به خدا، بله اینه زندگی آموز ز طبیعت، فرخنده باد نوروز بهین روز. اینا هست میگن 100 سال به این روز، بعضیا میگن دیگه نگید به این روز، خیلی روز بدی بوده، بگید بهین روز، به روزای بهتر. من گفتم فکر کنم میگن 100 سال بهتر از، یعنی به از این سالها. در اصل دوستان فردا و پس فردا و هفته آینده، شنبه و یه شنبه هفته آینده هم دوباره 18 و 19 در همین محلی که به عنوان UN26، البته ببینید کم سلیقگی، همون جایی که آدرس نوشتن، حالا من براتون این پایین میارم، همون جایی که آدرس نوشتن این رنگ و اینا باعث میشه که شما درست نفهمید. نگاه کن شماره تلفن، آدرس، اینا رفته زیر این دست و اینا، باید خیلی دقت کنید وقتی میخواین یه چیزی چاپ کنین، پخش کنین، فکر اونایی باشید که به اصطلاح تازه اینو میبینن، شما میخواین از این دیدن این اونا چه چیزی رو درک کنن. این یکی مثل که بهتره، بذارید ببینیم که چه میشود. بهین کمرای 3 میایم، بله این یکی بهتره، رنگاش و اینها، اینم آف.
بله دوباره همون 10 صبح تا 6 عصر، 11 و 12 فردا و پس فردا. بعد نوشتن چهارشنبه سوری، اینم عجب مکافاتیه، روز شنبه میریم بیرون میگنش چهارشنبه سوری. البته تو آلمان هم همینجوره، ماه سپتامبر میرن بیرون میگن اکتبر فست، نه فرستا، جشن آبجو و جشن چیز. خلاصه این آدرس رو من بهتون پایین نشون بدم که اینجا هست، 1 و 2 و 3 و 4. بله بعد برنامه های دیگه ای هم دارن که فردا یا پس فردا که رفتید اونجا شما میتونید اونا رو به اصطلاح ببینید، یا حتی این کاغذایی که چاپ کردن اونجا بردارید. این UN فکر کنم منظور ایشون یونیورسیتی هست، حالا چرا فقط UN شو نوشتن نمیدونم. 26 هم میگن اسم خدا هست، UN26.org. org موقعی که سازمانی چیزی هستن اینا میذارن org به جای کام و به جای US و اینها. ولی آدرس اینه دوستان، 8306 Old Court House Road، به اصطلاح سویت A، وینا، ویرجینیا 2282. و شماره تلفن آقای مهدی زاده این هست 202-680-04-56. برنامه برای 13 بدر و اینها هم دارن، حالا اونها رو بعد ما اعلام میکنیم. خب اما اگه شما با این محل ویرجینیا و تایسنز و اینها آشنا هستید، این درست روبروی رستوران البرز یکم پایین تره. آدرس های ما ایرانی هم اینجوریه، کاری نداریم که اون نوشته 83 فلان، هی میگیم نرسیده به فلان. خب آقا اگه من نرسیدم به بانک صادرات از کجا میدونم نرسیدم یا رسیدم؟ اقلا بگو بعد از بانک صادرات. حتما به شما تو ایران خیلی از این آدرس ها دادن، آقا میری نرسیده به بانک صادرات، یعنی شما باید بری تو بانک صادرات بفهمی اون رو رد کردی برگردی. آقا کارمون خرابه، خانم کارمون خرابه. حالا ای شما فوش بده هی بیا بنیس احسرمی خودت کارت خرابه، میگم احمق، من میگم کارمون، اگه فارسی بلدی یعنی کار من و تو خرابه که میشیم ما، من و تو کی ما میشیم؟ همیشه تو ستاره کورک هم موندیم، میخوان ما هم بشیم. خب مهدی تبریزی، مهدی زاده رو گفتم، بازار ایرانیان 11 و 12 مارچ رو گفتم، هفته آینده مال اون تاریخ بعدیشو میگم. و اما هواداران رضا پهلوی همه سوسول و بچه ننه هستن. دیدی مثلا یه کارتون یا یه کاریکاتوری میاد برای یک میفرسی، برای آقای به نام طباطبایی فرستادم، هنرمندم هست، گیتارم میزنه، خیلی هم زور میزنه، مثل کوروش یغمایی به خونه و اینا نمیفهمن. آقا شما نمیتونی کوروش یغمایی بشی، شما اگه بری تلاش کنی خودت بشی ممکن خودت بشی، ولی شعر کوروش یغمایی گل یخ و گل سنگم و نمیدونم فلان ستاره بخونی، هر کسی خودش فکر میکنه از شما بهتر میخونه، مگر اینکه شما بری یه چیزی بخونی جدید باشه اون بیاد. حالا نگاه کن جمال وفایی چرا هیچ وقت نشد خواننده؟ برای که همش رو آهنگ این اونو خوند. ولی جمال وفایی چرا خواننده شد؟ برای که شعرهای خودش رو خوند. در هر صورت بگذاریم، طرفدارای رضا پهلوی همه بچه سوسول، نونور، عزیز نازی، او کاریکاتور کشیده، this is not fair، میگم گوساله، he's public figure. public figure میدونی یعنی چی؟ کدوم خراب شده زندگی میکنی؟ اون کشور اگه دیکتاتوری نباشه از رئیس جمهورش برش میکشن تا پیغمبرش تا امامش تا دربون چیز، فقط الاغی مثل رهبر خامنه ای و نمیدونم شاه روانی، شاه هیچ وقت کاریکاتور نیزش بکشن، گفته بود میتونید از این هویدا به پایین و هویدای بدبخت. دوستان هی میگیم هویدا فهمیده بود که اونجا باید مثل الاغ فقط بله قربان بگه، و چون بله قربان گفت 13 سال مون، همچین که یکم خواست به جنبه همه ناراحت شدن، شاکی شدن، گرونی و اینا شکایت کردن. ضمناً اونایی که این میان میگن هویدا گفت وقتی من اومدم این خودکار 5000 بود، حالا 5000. بیا باید نشون میدم که هویدا، کارتون شو بذاری براتون بیارم، آقا یه مشتی جفنگی ریختیم دور بر هم،
هر چی دل اون میخواد، هر آشکالی کسای دیگه برامون میفرستن میفرسیم، اون وقت بهش استناد میکنیم. امروز به یه نفر تو ایران که وکیله میگم آقا تو میگی وکلا شماره اول خودکشی رو دارن تو آمریکا. خب من الان زدم این روزا که دیگه گوگل نمیذاره کسی دروغ بگه، گوگل میگه من همه دروغا رو خودم میخوام بگم، بیا پهلو خودم زدم. میگه آقا اولش دکترا هستن، شما باورتون میشه دکترا بیشترین شماره خودکشی رو دارن، بعد هشتمیش وکلا هستن. من میگم خب آقا بنویس این آمار از کجا گرفتی، هر جا آمار میدن اسمم داره. لایو رو بذارید من براتون بیارم، بعد اگه بتونم این بعض وقتا میگم اینا رو بنویسم اسم بذارم که پیدا کنم، بعض وقتا میگم خب ما که میان به ترتیب میریم وقت اینجوری گیج میشیم. تابلو کشیده نوشته قیمت، بعد جلوش نوشته مثلا 6 ریال، 6 ریال خط زده نوشته قیمت 10 ریال، اینقدر. بعد هویدا میگه من که بهتون گفتم قیمت ثابت میمونه، کلمه قیمت که نوشته ثابت ولی مبلغ عوض شده. خدایا کجاست این آقای هویدای بیچاره که سرش رو داد بر باد به خاطر اینکه مشنگ بود، فکر میکرد که خب این که کاری نکرده، این فقط بله قربان گفته چنین و چنان. حالا تا اینجا هستیم یک کارتونی هم از این کاریکاتوری از این رضا پهلوی نشون بدیم برای دوستانی که خیلی عزیز نازی هستن. بابا برید یک کمی قوی بشین. چیه؟ خب اینم نرفت، عکسش هم مثل خودش تنبل و گشاده، راه نمیره تا اونجا. بله ببینید این کامرای 3 اینو فکر کنم خان بالا درست کرده یا کشیده از یه جای آورده. خب این مخصوصا تو ویرجینیا یه آقای بود به نام جان بابت، این جان وین بابت، این خیانت کرده بود به زنش. زن خیانت نکرده بود، به زور میخواسته با زنش سکس داشته باشه. زن حالا یه ترچی بوده، زن چاقوی آشپزخونه رو برداشته بود، این عزامونده اینو قطع کرده بود، بعد رفته بود راننده کرده بود تو خیابون انداخته بود و گرفتنش. اینا اون عزامونده رو پیدا کردن و چسبوندن، 2-3 اینچم زیادتر شد و بلندتر شد و این رفت شد هنرپیشه پرن. اونم داستان جالبی داره. خلاصه این حالا اکثر کشیدن این خانم یاسمین عزامونده رضا پهلوی رو با چاقو داره کات میکنه. خدایا این قیمت الان اینجا می‌نویسم قیمت ببینم، شاید یا نوشتم هویدا یا نوشتم قیمت، بذارید ببینم کدومشو نوشتم. این بالاست لایف، لایف قیمت جی 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 جی، نه گادایوا داریم قیمت نداریم. آها هویدا، بابا پیدا شد. هی ما به خودمون کردیت نمیدیم، میگیم مرتب نیستیم، همون نوشتم هویدا. خب یادمه همون موقع هم یه چیزی میگفتن، یکی دستش روی آلت تناسلیش بوده، بهش میگن چرا دستتو برنمیداری؟ میگه اگه دستمو بردارم میشه هویدا. نگاه کنید دوستان، این که کاریکاتوری نیست که دیروز سربی کشیده باشه، این کاریکاتوری که زمان شاه کشیدن. نوشته هویدا در اداره تثبیت قیمت‌ها گفته ملاحظه می‌کنید که قیمت ثابته، فقط ارقامی که هر روز تغییر می‌کنه. یک کیسه برنج گذاشته اونجا، یک گونی برنج گذاشته اونجا، چوب و اون چیز قیمتا رو زده، نوشته قیمت 28، بعد 38 تا، بعد 42، حالا 43. اینم برای اونایی که هی میگن زمان شاه اینجوری. بعد یکی دیگه از چیزهایی که دلیل انقلاب شد، دوستان اگه کسی میتونه این لینک رو پیدا کنه بذاره اینجا، اون گرونی هایی بود که مخصوصا شب عید میومد گریبان مردم رو میگرفت و مردم ناراضی بودن. و اما اینم از این راجب هواداران رضا پهلوی که عده سوسول و بچه نونو رو لوس هستن و اصلا نمیدونن. میگم خانم آقا شما تو کدوم مملکت هستین؟ تو اون مملکت از رهبر مملکت گرفته تا پایینش کاریکاتور میتونن بکشن یا نه؟ بعد میگه بله. میگم خب پس ببخشید دیگه، حالا دوستمون هستین نمیتونه بگیم پس خفه شو، پس ساکت باش. اینم از این. بله خب نظر آقای عزیزان درباره
دادگاه جمشید شارمحت. آقای عزیزان رو من یه آدم رو راست میدونستم تا اینکه رفت دنبال کار قانون و لا و اینها و فکر کنم به این نتیجه رسیده از رو راستی و اینها به هیچ جا نمیرسی، آخرش میشه سربی که برای یه دوربین 300-400 دلاری باید به این و اون خواهش کنه و رو بزنه. ولی گفته اگر مثلا سیاست مدار باشه، حرف دلش رو نزنه، اون چیزی که تو مغزشه به زبون نیاره. آقای نوشته که بر اساس دادخواه جمهوری اسلامی کار این فقط آزادی میگم آقا شما از من قانون بیشتر میدونید. آقای عزیزان اونجایی هست که من نوشتم اگر شما قاضی یا هیئت منصفه این دادگاه این مردک دیوانه مریض پیر مرد بودین، لازم نیست دادستان بیاد ادعا مدل علوم میگفتن چی کنه، لازم نیست اون بیاد اصلا درخواست جرم کنه یا جرمشو بخونه درخواست مجازات کنه، لازم نیست پدر و مادر 14 نفری که کشته شدن بیان زار زار گریه کنن، لازم نیست اونایی که مجروح شدن بیان اونجا شهادت بدن، بگن آقا شما بشین اینجا، لازم هم نیست 6 ماه بیای تا ما اینو محاکمه کنیم. این احمق انقدر ویدیو درست کرده با خانم نمیدونم چیه تهرانی، با اون شمیرانی، با خودش تنها، ویدیوهای خودش آقای عزیزان، ویدیوهای خودش که میگه در طبقه دهم FBI. ببین میخواد بگه من رفتم با FBI صحبت کردم، ولی یه جور جمله رو عوض میکنه که همه فکر میکنن این دفترش، محل کارش طبقه دهم FBI. آقا گندگوزی نکنید، یا از بوی بدش یا از گندگیش خفه میشید دیگه، الان این شده. ولی من همش برام سوال بود چرا جمهوری اسلامی اون احمق انگلزاده زم رو فوری کشید بالا. فکر کنم اون دیگه انقدر لو کلاس بوده هیچ که گفت دور از کسی به این عوض نمی کنیم. اینو شاید داشتن نگوشیت میکردن، بحث میکردن با کسی عوض کنن، 30 ماه نگهش داشتن، یا گفتن بابا این که داره میمیره ولش کنین همینجوری برای خودش چیز کنه. البته آخونده هم میدونن این اگه تو حیات هم بیفته زمین بمیره باز دخترش رو اینا میگن کشتنش، میدونی؟ من نمیدونم چرا، اون چرا رو اگه کسی میدونه. خب میگه آقا گفتم قمپوز در کرده، نه شما برو تو اون دادگاه تو آمریکا، تو آلمان نیست هم چیزی، یا من چون اون موقع مثلا سیتیزن و اینا نبودم، توی آمریکا دادگاهاش هنوز مثل تو فیلم های وسترن که میبینی 12 نفر میان، بعضی جاها 6 نفر، بعضی جاها 9 نفر میان، هیئت جوری یا هیئت منصفه اینا میشینن تو هتل و اینا هم زندگی میکنن، خونه هم نمیرن، بعضی وقتا نزدیک 1 سال 2 سال طول میکشه. بعد که مراسم دادگاه تموم شد اون وقت اینا میرن تو اون اتاق میشینن، باید همشون یه رأی بدن. من میخوام به شما بگم شاهین جان شما امروز برو بشین همین چند دقیقه، انقدر ویدیو داره این مردک دیوانه، ولی همین چند دقیقه که من گذاشتم اونجا شما برو نگاه کن، بعد از نگاه کردن این قمپوز در کرده. اوکی شما حتی قمپوز در برای آقای عزیزان نوشتم، آقای عزیزان من و شما داریم در آمریکا زندگی میکنیم، شما بیا همین چیزایی رو که این گفته تو برنامه هاش یادداشت کن، توی برنامه ای همون چیزها رو به اسم خودت بگو، من میشینم اینجا نگاه میکنم، شما دوربین رو روشن بذار ببینم به 60 دقیقه میرسه که از در و دیوار خونت تیر میاد داخل. بابا طرف تو آمریکا یه همسایه گفته بود آقا این در خونه همسایه ما بازه، یه کمی مشکوکه، پلیسا اومدن، بدبخت خانمه داشت استراحت میکرد، خانمم خودش از این چیزایی من پرستار و زدن 80 تا نمیدونم 60 تا چقدر تیر تق 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 زدن اونو کشتن، 2-3 نفر مجروح کردن. اینجوری آقای عزیزان
بر اساس دادخواهی آخونده این فقط جرمش این بوده که آزادانه حرف زده، بعدم چون ربایشش کرده. این کلمه ربایش چیه؟ چون ربودنش، ربوده شده، بردنش اونجا، پس اینا کارشون آقای حرفا چیه؟ اسرائیل میره بالای سر لبنان و میره بالای سر فلسطین، تق تق تو کوچ پس کوچا میزنه، اینا رو میکشه، بعدم نمیگه وقتی اینو کشتیم 20 تا بچه کشته شد، میگه ره. ببینید تا حالا چند بار اینا گفتن ما رهبر حزب الله رو کشتیم. آمریکا میره تو عروسی و مروسی اینا میزنه، همه رو میکشه، میگه القاعده رو کشتیم، اون یکی دیگه نمیدونم داعش رو کشتیم. این حرفا چیه؟ دستگیر میکنن، میکشن، میبرن، هیچ کم به هیچ که نیست. من خیلی متعجب شدم ولی ناامید نشدم از عزیزان. فکر کردم که این به این نتیجه رسته آقا من حالا بیام یه حرفی بزنم، نظرمو بدم، اون وقت دختر شارمه با من بد بشه. براشم به شوخی نوشتم شایدم یه کمی نه بابا زن و بچه داره عزیزان، دقیقا. ولی من فیلم رو دیدم، راست میگی، میگه من بمب گذاشتم، چرا کسی کارش نداشت؟ آقا ملت زنگ میزنن بهش میگن شما همچی کاری نکردی، امکان نداره، بهشون فوش میده، بهشون میگه احمقا ما کردیم، مگه ما میترسیم بگیم نکردیم؟ ما ترور میکنیم، ما اسلحه میدیم. اون شمیرانی دیوونه است، اون سعید شمیرانی که میاد بیرون، گوینده خیلی خوبی بود، بعد خودش خراب کرد. من رادیو اینا خیلی صدای خوب جوونه فلان، یعنی چی آقا شما اصله میدی بهش؟ یعنی اصله میدی؟ میگه بله اصله. میگه یعنی حرکات رادیکالی انجام میدی؟ میگه آقا رادیکال چیه، ما این کار، نمیگه آقا رادیکال یعنی چی بلد نیستم، چیزایی فکر کنه رادیکال ریاضیه میخواسته جزرشو بگیره. ما هر وقت معلم میگه جزر یادم میفتاد به زجر، چه زجری ما میکشیم برای این رادیکال و فلان. هنوز نگفتی شما این دادگاه باید این کاغذ رو بنویسی بدی به رئیس دادگاه، بگی من فکر میکنم این مردک دیوانه است، من فکر میکنم این چون مریضه، بهش گفتن درجه 4، گفتم چی؟ پارکینسون داره. گفته اینجوری برم که زن بچم بتونن این ورانوه یه پولی از دولت کانادایی، از دولت آلمانی، از دولت فلانی، چون این رسم شده هر کی از هر جا خسته میشه پول نهار نداره میره دادگاه، دولت ایران رو سو میکنه، پولایی که اینا نگه داشتن از اونجا میگیره. البته به این آسونی هم نیست. دستان ممنونم، ما رو جون به لب میکنه تا بهمون بگه نظرت چیه. شما اگه اونجا نشسته باشی چه نظری میدی؟ اینو آزاد میکنی بیاد بیرون؟ فکر نمیکنی اگه یه دیوانه ای حالا بعد از 2.5 سال بیاد بیرون، هرچی اون وقت حالا قمپوز در کرده حالا میره دنبالش که عملیش کنه؟ من گفتم آقا اینو نه اعدامش کنی، نه شلاقش بزنی، نه چیزی، همون تو زندان نگهش داری، بعد برای اینو اون هر روز تعریف کنه. یکی نوشته بود آقا چون این گوخوری کرده پس میتونه گو بخوره، یه هفته صبح که میره توالت یه کاسه بهش بدید، مدفوع خودشو برداره بیاد قاشق قاشق بخوره جلو دوربین، بعد اونا هم فیلم بگیرن نشون بدن. حالا شما ببینید برنامه تلویزیونی آمریکا از اپوزیسیون و کمپوزیسیون و اینها شده این آقای شارمه تو زندان گو بخوره یا اعدام بشه یا خب اینم شارمه. یکی از دوستان چند روز پیش رستوران چینی خوراک خریده بود، بعد برای من منیوشو آورده بود، بعد توی منیوه دیدم نوشته که باقلوای هوم مید، میگیم خانگی دیگه. حالا من نمیدونم چینی ها باقلوایی که اصلش مال عربان اینا هم دل، اون میگه ترکا، ترکا میگه اون، تازه ایرانی ها که میگه اصلا اون دوتا رو بریز بیرون، مال ما هست، خیلی هم انواع مختلف هست. اینی که اینا میگن خانگی، آقای شاهین خان شما که تو رستوران کار کردی کدومش بهتره؟ تو خونه وقتی یه چیزی درست میکنن خوب میشه، میگه آقا بیا بخور، شده این رستوران، رستورانه تبلیغ میزنه که آقا این خونه درست کردم براتون، عجب ملت گیجی هست. خب اینم از این. و اما اینجا نوشتم شاهین تشکر، اینستاگرام، تیک تاک، اینها آقا نخواستیم، ممنون. و اما این ماجرای کلاشینکوف
یا کلشنیکوف فلان ما رو ول نمیکنه. یه نفر اومده بود توی یوتیوب نشون داد آقای صوربی شما که آلمان زندگی کردی و حالا هم آمریکا هستی، اصلا من هیچ ربطی نمیبینم. توی آمریکا این اسلحه کلشنیکوف و آقا وقتی تون میگن و تون میسن میشه همون کلشنیکوف، اینو اینجا بهش میگن AK، A یعنی آتوماتیک، K هم یعنی کلشنیکوف، هرچی اسمش AK-47 یا یه هم چیزی، و خودشون هم یه چیزی دارن AR-15 یه چیزی. اصل ماجرا که تغییر نمیکنه آقا، یه تیکه آهنی رو که اگه وزنی بخوان به شما بفروشن ممکنه قیمتش 5 دلار باشه، میفروشن به شما 1200 دلار، و این آهن هنرش کشتن اینونه. حالا چه بهش بگیم کلشنیکوف، چه بهش بگیم کلشنیکوف، چه بهش بگیم AK-47، چه بهش بگیم کوفت زهرمار، ول کنین آقا، ما رو کچل کردین، دست از سر کچل ما وردا. این هم از کلشنیکوف. و اما بختیار نمیدونم چه مناسبتیه، مناسبت آخه ما ایرانی ها هم تولد طرف جشن میگیریم، هم روز مردنش یادآوری میکنیم، هم روز که یه بلای سرش اومده یاد ما بمانم. به یه خاطری یه نفر برای من فرستاده بود راجع به بختیار مصاحبه‌ای که انجام داده. دوستان، آقای بختیار آدم راستگویی نبود و نباید هم میبود، چون سیاستمدار بود. یکی از دروغاش این بود که این گفت که نه ما آقای خمینی احترام میذاریم، ایشون بیاد فلان. بختیار تلاش کرده بود که خمینی که تو فرانسن خمینی رو بکشه. برید یه ویدیوی بسیار خوب، دو قسمته، آقای عنایت چیه؟ فانی، عنایت فانی اسم برنامهش، نمیدونم چیه، دو چی؟ نگاهی دیگر، یه همچیز، با یه نفر کلیمی کاشانی که بهش میگن داوود کاشی انجام داده. البته این داوود کاشی 13 سالش که بوده از ایران اومده بیرون، ولی آدم خودساخته ای هست، راش یاد گرفته، راچار یاد گرفته، و بعدن 7 سال پیش که این باش مصاحبه کرده میلیونر و میلیاردر و اینها بوده، ولی حرفایی که میزنه حرفای جالبیه. با شاه دیدار داشته، با بختیار دیدار داشته، با خمینی دیدار داشته. البته عنایت فانی یه کمی ترسید، ازش بپرس شما که رفتی به خمینی دیدار کردی، گفتی آقا شما اگه قدرت گرفتی تکلیف یهودیا کلمیای ایران چی میشه، چقدر کمک کردی، چون هر کی میرفت اونجا پول میداد. این خبرنگارا یه کمی مثل آقای عزیزان دست به عصا و چی میگن کجدار و مریض را میره. خب میگه که من احساس میکنم شما چون تمی هوای اینستا یاد بگیری داری ازش فرار میکنی. همون سوال، نه به خدا آقا، شما هیم به من گفتی کامپیوتر، والا بلا من اومدم رو این، میدونم هر چیزی اولش یاد گرفتنش مشکله، بعد چون یاد میگیری آسون. ببین اینستاگرام هم دارم، اومدم اینجا تو اینم زدم، ولی دیدم درست نیست. ببین اولا اینا هر کسی یه رنگی، خب حالا ما ایشون رو دیدیم، دیدیم رنگ داره، این بالا مسیجه، بعد این پایین میاد، بعد اون بالا، میدونی تو مچ. و شما درست میگی، من الان وقتی میخوام، الان میخوام مثلا مسافرت برم آلمان، میزنم ماشین کرایه میکنم، میگه ماشین اتوماتیک اگه میخوای روزی 41 دلار بیشتر بده. بعض وقتا حاضریم بیشتر بدیم، چون اینجا میگن اسپویل، چون راحت طلب شدیم، تنبل شدیم. من یادم 2-3 ماه پیش رفتم یه ماشین رو از یه جایی بیارم، یه ماشین نو بردم گذاشتم، یه ماشین تریدین کنشون رو بردارم بیام. وقتی اومدم رسیدم به اینجایی که ترافیک شد، یه دفعه دیدم ماشینی گفت تاک 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 تاک، گفتم یا خدا یکی زد به ما. اصلا یادم رفت بود که این ماشین دنده‌ایه. حالا منم با این تو دنده 6 بودم، سوبارو بود، این سوبارای کورسی که 6 دنده هست اینا، تو دنده 6 بود، یادم رفته بود، پامو گذاشت بودم این ور، اصلا کلاچ چیه، ترمزی که گرفتم ده ماشین بدبخت اینجور تاک 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 تاک، بعد هر چی نگاه میکردم ده ترمزا رو محکم گرفتم، گفتم نزنم به ماشینای جلوی تا خاموش شد. بعد گفتم سوربی عجب احمقی، این ماشین دنده‌ایه، تو 3 ساعت پیش راه انداختی اومدی تو
تو جاده یادت رفته؟ بله شما درست میگی، یه دلیلش هم اونه، ولی اینا چرا اینجوری میکنن؟ شما فکر نمیکنی اگه لینکو بذاری خودش هایپرش کنه، نمیدونم هایپرش کنه، هایپرش کنه، خب یه قدم LINC اونم برای ما، L کجا بود؟ اینجا بود. این ال و اینا هم دیدی که یه سری با ABC می نویسن، یه سری با کیبورد می نویسن، حتما شما هم همین اشکال دارید، یه سری ABC اینجوری می نویسه، یه سری مثلا کیبورد A بغلش S. اینا رو باید ساده کنن. بعد الان شما فیسبوک چرا همه وبسایت ها رو رها کردن رفتن در سراغ فیسبوک؟ آقا فیسبوک عکس بزرگ میخوای بذاری بذار، کوچیک میخوای بذاری بذار، پن میخوای بذاری بذار، لینک میخوای بذاری بذار، نوشته فارسی میخوای بذاری بذار. آقا تو توی وبسایت یه فارسی که مینوشتیم نصفی صفحه مثل چینیز مینوشت، فکر میکردی این از یه کرات دیگه اومدن مینوشتن. نمیذاری، ما این پرده رو زدیم و تعزیه رو میخوایم برا کنیم، نمیذاریم. خب آقای اکبری امروز کجاست؟ پیداش نیست. خب شاید هم اون باشه، حالا شاید توی ویکند یکم باهاش تمرین کردم، ولی ویدیو تو گرفتم که گفتی، توضیحت هم کامل بود و خوب بود. دوستان از اتوبوس چه خبر؟ اون عکس رو نشون دادیم، ببینیم حالا این عکس هم میشه نشون بدیم یا نه. بله این پلیر دو فکر کنم اون روزم نشون دادیم، اتوبوس اون که گفتم سوسول طرفدارای چیز، یه عکسی رضا پهلوی وایساده جلو یه ایران پیما، هر کی این عکس رو درست کرده خیلی قشنگ. پس چرا همه زی فیسبوک رفتن؟ یعنی چی همه زی فیسبوک رفتن؟ همه از فیسبوک رفتن؟ کجا رفتن؟ من نمیدونم منظورت از همه که. خلاصه این عکس هم گذاشتن، آقا نوشته خط پادوهای آمریکا برن به طرف چیز. دوستان اون وقتا میگفتن اگر تحمل گرمای آشپزخونه رو نداری از آشپزخونه برو بیرون، شما اگر تحمل کاریکاتور، تحمل کارتون، تحمل انتقاد، حتی تحمل فوش و حالا سزا و ناسزاش دیگه ما کاری نداریم، نداری باید از فیسبوک و اینا بری بیرون. آقا خانم قرار نیست همه ما سیاسی باشیم، شما برو موزیک گوش کن، برو داستان های ملا نصرالدین رو گوش کن. و اما سیروس افهمی هم فوت شد. سیروس افهمی رو من توی آلمان تو فرانکفورت دو بار دیدم، من فکر میکردم اونجا زندگی میکنه، ولی بعد گویا رفته بود یه شهر دیگه آلمان، توی یک پانسیونی بود به نام پانسیون وحید، یه بار اونجا دیدم، توی یه جای دیگه بود به نام دفتر پارس، که تو این دفتر پارس شما از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میتونست خرید فروش کنی، از دلار و مارک و سینی نمیدونم ساخت اصفهان و خاویار و اینها تا دیگه خدا میدونه چه چیزایی که ما از که زن بچه داشتیم میرفتیم خونه، دیگه تو اون معاملاتشون نمیدونیم چی بود. سیروس افهمی رو اونجا دیدم. خب دیگه همون پهلوان نایبی که ما میشناختیم و هنوزم اون موقع جوان بود، چون میشه که 83 سالش بود مرده، من 30 و خورده سال پیش دیدمش، ولی همون جوری تنومند و اینها بود. و این آقای هست مجید بهشتی، جون آدم رو بالا میاره تا یه ویدیو رو بگه، میگه دیروز من زنگ زدم به افهمی، معمولا افهمی جواب نمیداد، وقتی من زنگ میزدم بعدا جواب میداد، ولی این دفعه جواب نداد، فهمیدم که اتفاقی افتاده. دوباره آقا بگو مرد، تموم شد. آقای سیروس افهمی بچه کرمان اگه اشتباه نکنم پهلوان نایب سریال پهلوانان فوت شد، یادش گرامی. مثلا این مجید بهشتی میگفت این همیشه در این 45 سال داشت با آخونده می جنگید و من و این به همدیگه قول داده بودیم که بریم ایران و آزادیش رو ببینیم. آقا دوتا پیرمرد، حالا ممکنه افهمی گوزو نبوده، شما به احتمال زیاد گوزو هستی، آقا خجالت بکشین. شما دوتا نشستین اینجا که زنا ایران رو آزاد کنن، بعد برین ایران که شما چه غلطی بکنین؟ طرف میگم آقا شما اقلا بلند شو برو کنار که اون آب به دستشون. خب من نمیدونم چرا همه رفتن از فیسبوک. فیسبوک به خاطر این فیلترهایی که گذاشته و مردم رو چپ و راز زندانی میکنه، شاید دلیلش اینه، ولی نمیدونم منظورت چیه چرا همه رفتن. حتی بهت گفتم که یک هنرپیشه خواننده
آمریکایی نیست، شاید انگلیسی باشه، بله آمریکا معروف شده اینا، گفت من تمام این چیزها رو میبندم. بله بختیار دروغگو بود، دو تا دروغش من میدونم، حالا دیگرانی که نزدیک بودن چقدر میدونم بماند. یکی این که گفته بود من دنبال این نبودم که ما خمینی رو از بین ببریم، دروغ میگه. توی فرانسه همین آقای رفتیم داوود کاشی، داوود الیانس، الیانسش اونجا گذاشته سر دیوید الیانس، توی این مجلس اعیان و اینای انگلستان هم هست، حتما اونجا پول و مول داده. بعد میگه من 13 سالم بوده اومدم انگلستان، شبا تو خیابون میخوابیدم، البته داییام اینجا بودن. بعد از اون ور میگه رفتم یه کارخونه نساجی ورشکسته ای رو خریدم راه انداختم. والا ما نمیدونیم چجوری شما 17-18 سالت بوده تو انگلستان رفتی کارخونه نساجی خریدی. گاهی وقتا میگم ای کاش دروغ حناق بود، ولی بعد بلا فاصله دلم میسوزه، چون میگم اه این دوستمون دیروز دروغ گفت، حالا میمرد، اون دوستمون میمرد، اون دوستمون میمرد، من میمردم، شاهین میمرد، اکبری میمرد، آتیلا تو هم دروغ میگی؟ یکی گفت من اگه روزی 10 تا دروغ نگم روزم شب نمیشه، یه عدسه اومده تو مغز من ول نمیکن. ببخشی چای بنوشو. خب بله، ما یه سری بچه‌ای هستن توی ایران، توی شیراز مخصوصا، یه مرضی دارن به نام بیماری پروانه که من نمیدونستم تا چند هفته پیش، خبر نداشتم. بعد دخترمون برام این عکس رو فرستاد، اگر خواستید میتونید پیدا کنید کمک کنید، اگر نه میتونید، ولی نه حوصله من شما به من کمک کنید، من به اونا نه این حوصله ندارم، پیدا کنید کمک کنید. اینا گویا همینجوری پوستشون کنده میشه. حالا این بند خدا که میبینی دستاش هم حتی چجوریه، روز جمعه نمیخواستم این چیزها رو نشون بدم، ولی اینا جزوی از زندگی ما هست و باید به اصطلاح چشممون رو نبندیم، نگاه کنیم و ببینیم، و ببینیم اگر میتونیم براش کاری انجام بدهیم. بذارید من اینو ببندم، بریم یه سری عکس‌ها رو خالی کنیم و برگردیم بریم اون نوشته ها رو. پلیر کمکوردر 3 اینه. خب این اگر بذارید من اینجوری بزرگش کنم، بگم تمام صفحه رو بهم نشون بده، 16:9. حالا اگه یکم این برابری سیاه و سفیده دیگه ببخشید شما، ولی اینجوری بهتره. ببینید اینه کامرای 2، حالا میاد اینجا نوشته که تحویل سال 1402. البته وقتی فارسی رو با انگلیسی قاطی میکنین مینا به هم میریزه. مثلا الان اینجا نوشته ساعت 0:54 28 ثانیه، من نمیدونم این به وقت ایرانه به وقت کجاست. در صورت توی آمریکا ساعت 5 چیز میشه. در صورت سعی کنید یا همه رو فارسی بنویسید یا همه رو انگلیسی بنویسید. ما اینا رو بزنیم بره پاک کنیم ببینیم چجوری میشه. خب اینم من گذاشتم برای صاحب کار دیگه. یه ثانیه چرا میپری کامرای 2 دوباره؟ بله اینو به عنوان چیز برنامه گذاشتم اون روز برای افراد نادانی مثل مانی خورسندی که خرفه چیزی نمیدونه از ویدیو اینا، که چرا آقا عکس خامنه ای رو نذاشتی، عکس رضا پهلوی. حالا تو دنبال کون رضا پهلوی رو افتادی؟ تو که برادرت فوش میدن میگن اینا بودن باعث شدن شاه از بین بره. بمانه برای سوار حیوان شدن زین لازم و برای سوار انسان شدن دین اختراع شد. و اما این موتورسیکلت، من یه زمانی 3 موتورسیکلت داشتم، هارلی دیویدسون داشتم، کاواساکی داشتم و BMW، نوعای مختلف. بعض وقتا عشقت میگیره با این بری سرعت میره، بعض وقتا عشقت به اون. این آخری ها گفتم برم از این ترایسیکل بهش میگن سه چرخه موتورسیکلتی بخرم. بعد دیدم خب قانون ویرجینیا که ما رو مجبور میکنه کلا بذاریم سرمون. آقا خانم کسی که موتور سواری میکنه این دیوونه است. حالا شما به دیوونه میگی کلا بذار سرت که اگه تصادف کردی همه جات فلج شد مغزت کار کنه. توی ایران اینجا میگن وچتبل میشه طرف، توی ایران بهشون میگن نباتات، مثل که یه هم چیزی. آقا وقت تصادف کردم میخوام که بمیرم از بین برم، به شما چه، بذارید ما بی کلا بریم. به خاطر همین نخریدم. یه فرصت پیش اومد که یه موتور خوبه
از این ترایسیکل سه چرخه موتورسیکلتی بخرم، به خاطر قانون اگه برم فلوریدا و نورت کارولینا اونجا کلاه ایمنی نمیخواد، اونجا دوباره موتور سواری میکنم. چون شما اگه قراره سوار موتور بشی بری از هوای بیرون لذت ببری، دیگه نمیخواد سرت رو بکنی تو روغن قوطی روغن شاپسند و روغن قو گرما عرب زد. هر جا میای کلاه رو که از سرت در میاری چه میدونم والا. کدام مذهب است که توانسته باشد 5 دقیقه از شرارت و پلیدی بشر بکاهد؟ برعکس میبینیم همیشه تعصب و خرافات و حماقت بشر را برای پیشرفت مقاصد خود دستاویز قرار داده و یک میانجی کشیش یا آخون لازم دارد که کلاه مردم را به امید بهشت و بیم دوزخ بردارد و به ریششون بخندد. و اما اگر قرار بود در جامعه زندگی کنم که 2 تا شهر فقط داشت، بر سر دروازه یکی نوشته بود خدا و در شهر دیگر بر سر دروازهش نوشته بود قانون، بیشک من در شهر قانون اقامت می‌گزیدم، زیرا در شهری که خداشناسان زندگی می‌کنند دیگر جایی برای قانون نمی‌ماند. اینو کنفوسیوس گفته. و اما مسئولین ما با نام دین از شهر خدا ایران، افغانستان، عراق و دزدی میکنند و با خانواده هایشان فرار میکنند تا به شهر قانون آمریکا، کانادا، اروپا برسند. مردم را در شهر خدا در جهل فرو بردند و با فتوا و قوانین پوسیده در اسارت خرافات نگه داشته تا همچنان ملت شهر خدا برایشان کورکورانه بردگی کنند. میگه که تو این مملکت ما صف برای همه چی دیده بودیم غیر از صف اختلاس که این را هم دیدیم. صف اختلاس کنندگان بانک سرمایه موقع ورود به دادگاه که 400 نفر متهم دارد، یعنی همه کارکنان نقش داشتند. همه این کارمندان موقع استخدام امتحان عقیدتی و دینی هم داده بودند. حالا که اومد عقیدتی یادم افتاد دوباره به آقای عزیزان، میگفت این فقط به خاطر ابراز عقیده عقیدتی. گفتم آقای حرفا چیه؟ تمام ترورای خطرناک توسط اونای انجام شده که عقیدتی هستن، از یونیبامر آمریکایی گرفته تا این داعش ماشی. همین پریروز مگه نبود بالاخره افتادن به جون طالبان، یکی از سرانشون رو کشتن، چند تا دیگه هم کشته شدن. و اما این پیروز بیچاره که با اون همه عکس و با اون همه فلان و اینها، بعضی وقتا دلسوزی های بی خودی که دوستان میکنن، نه آقا من نمیرم خونه، شب میمونم اینجا، همون نزدیک شدن به حیوان و اونجا موندن باعث میشه اون بیچاره که باید حالا دوران نقاهت رو بگذرونه و خوب بشه، بعدم تازه حیوانی که خودشون گفتن آقا این میمیره. همه اونایی که حیوان داشتن میدونن از دست دادن حیوان چقدر سخته، ولی وقتی قراره بمیره بعض وقتا خودت میبری، پولم میدی، سوزن بهش میزنن، بعدم پولم میدی میسوزوننش، بعدم پولم میدی خاکسترش میریزن تو قوطی. ولی وقتی یکی باید بره، اونم اینی که شماها رفتین با سزارین آوردینش، حیوانا میگن مثلا یوزپلنگ اینجوریه، وقتی دست انسان خورده باشه به این بچه اون دیگه بهش شیر نمیده. و ما نفهمیدیم آخر اون دوتایی دیگه هنوز زنده هستن، این مادره حامله است یا نیست. خلاصه ویدیوهای درست کردن، کاریکاتورهای درست کردن. ببین خانم، هی شما نگو چرا برای رضا پهلوی کاریکاتور میکشن، برای این یوسپلنگ بیچاره ای که نه ماه تو این مملکت بوده کاریکاتور درست میکنن، پست درست میکنن برای رضا عوضی 63 سال خورده و مفت و مجانی گشته. انتظار دارید شما همه بهش میگن به به قبولید برم جا بیچاخ؟ آقا خجالت بکشین. مصاحبه اجباری با مادر پیروز. من مادر پیروز هستم. این بچه این اواخر افسردگی گرفته بود، دچار بیماری روانی شده بود، به خاطر همین با دارو خودکشی کرد. اما رسانه های معاند همون از کلمه دشمنی، معاند به دروغ گفتن مسموم شده. این داستان ویدیوهایی است که جمهوری اسلامی میذاشت از پدر مادرای اینهایی که
زخمی شده بودن، کشته شده بودن، دستگیر شده بودن، بهشون تجاوز شده بود، اینا میگفتن یکی نمیدونم افسرده بوده، اینو این اونو مسخره کرده. اینجا میگه اگه روزی که گفتم اقتصاد مال خر است مثل گاو نگام نمی کردین، الان مثل سگ پشیمون نبودین. این در رابطه با دلار 60,000 تومانیه. راستی الان دلار چه قیمتی داره؟ و اما فکر کن کیهان رو با وسعت 93 میلیارد سال نوری و 2 تریلیون کهکشان بسازی، بعد بشینی قلم و کاغذ ورداری و ببینی کی گوزیده که شما نمازش رو باطل کنی. واقعا خیلی قشنگ نوشته. و اما جلال الدین محمد ابن سعید عبدالرزاق اصفهانی، این همشهری عزیزمون آقای پرویز فیروزآبادی گذاشته بود روی سایتش، روی فیسبوکش، نوشته که خدا بیامرزتش، خیلی دوست داشت بقیه حروف الفبا رو هم تو اسمش جا بده، ولی متاسفانه ثبت احوال دیگه شدیداً مانع شد. یادمه من این دو هفته‌ای که رفت بودم ترکیه، هی این ور رو نگاه میکردیم اون ور رو نگاه میکردیم، نوشته بود چی کونی فلان، گفتیم خدای این یعنی چی. دوستمون گفت بابا این به طرف قونیه هست، همون جایی که آرامگاه چیز هست، اونجا جلال الدین محمد ابن. حالا سر اینم اینه که بعد اونا میگن ترک بوده، ایرانی ها میگن ایرانی بوده، افغانی ها میگن افغانی بوده. آقا دعوا نکنید، یاد بگیرید. به اون ترکی که خودش الفبای خودش هم از بین برد الان به انگلیسی مینویسه، بهش بگو بیار ببینم یه کتاب مولوی که به ترکی گفته باشه شما بشین اینجا برای من به ترکی بخون. یاد بگیرین چجوری باید با اینا صحبت کنی. من بعض وقتا اینایی که میان خودشون رو لوس میکنن میگم تو فکر میکنی بعد از 25 سال حریف من میشی؟ من 10 تا احمق مثل تو این ردیف دیدم، 10 تا دیگه تو اون ردیف دیدم، همه اینا رو پشت سر گذاشتم. این آقای دکتر مصطفی هروی حرف خوبی میزن، میگو بابا جون من توی گیت 89 بلیتم هم دستمه، یعنی 89 سالش بود، میگو من آخرم با در حالی که داشت با رادیو صحبت میکرد فوت شد، گو من دیگه حوصله ندارم با تو صحبت کنم. اینم اون میگه بگو آقا مال شماست، خب مبارکتون باشه، واقعا خب مال اوناست، اونا الان دارن پول میبرن ازش. اینم از این هر ساله برنامه میذارن سر خاکش، نمیدونم چقدر آدم میرن و میان و اینها. پس داوود کاشی برید نگاه کنید. اون بختیارم که گفتم دروغ گفت، بختیار با وزراش وقتی از ایران در رفتن 5 روز رفتن عراق و اونجا پولهای کلانی که حتی دکتر رزمارا میگه بهش نقد دادن تو کیف گرفتن و رفتن. اینو چیز نمیگه، اینو بخت به به اینم نواهای من اومدن، بله دستشون زدن به بوق، من برم این در رو ببندم و بیام که الان میدوبرم میام میخوام بیام پهرومن. بله اونایی که نوه دارن میدونن که شما به بچت میتونی بگی نه، ولی به نوت نمیتونی بگی نه. به خاطر همین یه پیرنهای بچه نوه ها دارن روش نوشته اگه مامان و بابام گفت نه، میرم به مامان بزرگ و بابا بزرگ میگم، اونا برام میخرن. امروز دوتاشون تعطیل شدن ساعت 1 و میان اینجا، اینا هم تا میان میدون میان اینجا اتاق منو این ورور میکنن، اینجا پر آشغال دوربین و عینک و فلان این چیز است. در هر صورت دوستان این خطا رو میبینید کج و موجه، فکر کنم اینو آتیلا گذاشته بود، این خطا کج نیست، باورتون میشه این خطای آبی موازی هستن. به این میگن خطای چشم. اگه من و شما که اینقدر به چشمامون اطمینان داریم به این سادگی خطا میکنیم، پس دیگه چیکار کنیم؟ یکم همیشه یه درصدی رو بذاریم برای خطا. و اما
اینم اون روز تو برنامه گفتم ببین یه تفنگ ساچمه‌ای دستت به زن و بچه و صغیر و کبیر رحم نمی کنی. اون وقت میگی انرژی هسته‌ای میخوای برای مقاصد صلح‌آمیز. اینم از این. و اما میگه این پوستر از وعده های انتخاباتی رئیسی را ببینید، نه تنها حتی یک مورد هم عملیاتی نشده، بلکه کاملا خلاف آن صورت گرفته. یکی از همینا هست، یه آقای یک کم هم مثل که دیوونه، نمی بمب خورد سرش، شیمیایی شده، اگه اشتباه نکنم تو دانشگاه هم درس میده، ولی واقعا اگر دیوانگی شماره داشته باشه از 1 تا 100 این 99ه، اون قسمتی که اسمشو میگه دیوانه نیست. این اومده بود به شدت حمله میکرد به رئیسی که تو آقا نتونستی حتی قیمت گوجه فرنگی سیب زمینی رو هم ثابت نگه داری، حالا 1 میلیون خونه ساختن و 4 میلیون خونه تو 4 سال اینا پیش کشه، ولی میگن این به همه میپره سنگ نازی آباده، ولی به 2-3 نفر جرئت نمیکنه. یکی به خامنه ای، ببین دوست عزیز، خامنه ای هم مثل شاه هیچ کی نمیتونه بهش انتقاد کنه، هیچ کی نمیتونه کاریکاتورش بکشه. یکی سپاه و پاسداران گویا، یکی هم بسیج، نوشته که ساخت 4 میلیون مسکن اینا بخشی از وعده های جناب آقای رئیسیه. اینترنت رایگان برای دهک های پایین، رونق اقتصاد فضای مجازی، بدبخت بیچاره کرد اونایی که بیزینسشون رو فضای مجازیه. اینترنت رایگان که اینترنت معمولی هم بس، رایگانش تو سرت بخوره. اصلاح نظام بانکی، بانکار هم که ریخ به هم دلار ارز اینجوری و مردم هم حتی دیگه پولاشون رو نمیذارن، سود 25% هم میگن نخواستیم، به بانک شما اطمینان نیست. بازگشت ایرانیان مقیم خارج، همین چارتایی هم که مونده بودن تو ایران دارن هرچی دارن میفروشن که در برن. کاهش 50% هزینه درمان، کاهش تورم، کنترل قیمت دلار، احیای برجام، عادلانه کردن قیمت خودرو. و اما هر کاری میکنم برام قابل هضم نیست که چطور دوربین هایی که کشف حجاب رو تو ماشین با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در ساعت، حالا برام میگین بگین دیگه 120 کیلومتر در ساعت بر ساعت که نمیشه، بله، تشخیص میدن، نمیتونن این کسایی. ببینید من اینو خانم لیدا گذاشته بود اگه اشتباه نکنم، براش نوشتم ببین دوست عزیز، گور پدر آخوندا از خوبش تا بدش، ولی خودتون رو از لحاظ حماقت نیارید در حد اونها. شما اینجا میری فرودگاه، یه سگی میاد از بغلتون رد میشه، قلب شما میزنه که الان این سوسیسی که من از آلمان آوردم این میفهمه، اصلا کاری به شما نداره. این سگه دنبال پوله، این بوی پول رو بلده. یه سگ دیگه پشت سرش یه خانمی میاد، اون دنبال مواد مخدره. یکی دیگه میاد، اون دنبال خوراکیه. شما که اینقدر این سگا اومدن وحشت کردی، آخرم میگیرنت میبرنت میگن این چیه، میگی ورس ورس از آلمان آوردم، میگی بری سطل آشغال. شما تو آمریکا نمیتونی خوراک بیاری، ضمناً تو هواپیما یه کاغذی بهت دادیم و گفتیم چیز خوراکی داری، یه چک مارک کوچولو زدی بغلش ندارم، داشتی، چون اونو دروغ گفتی $200 هم جریمه بده. خانم عزیز، اینا اگه بخوان یه چیزی درست کنن که گاز نمیدونم، اولا روزی 10 بار تو کلاس این دستگاه چیز میشه دیگه، تعارف که نداریم. کلاس های ایران 30-40 نفر، یه کسی هم یه خوراک ناجور خورده باشه، الان هم زمستونه، یه بوگندی بکنه 6 نفر مسموم میشه. حالا آخوندا بیان یه شبه این همه دستگاه بسازن، اینجا دستگاه هست که اگه گاز خونه اینا بو بده به اصطلاح لیک کنه، اون شروع میکنه جیغ زدن. یکی دیگه هم هست اگر دود بره، ببین این اسموک دیتکتوره میخری $10، اون یکی که مونوکسید کربن دیتکتوره میخری $90، و برای هر کدومش یه کارخونه ساخته. بعد میگن نگاه کنین چرا به همه ماسک نمیدن مثل اسرائیل. بابا اسرائیل 6 میلیونه، بعدم از بس از روزی که درست شده با همه در حال جنگ بوده. اتفاقا این آقای الیانس یا الیانس هر کی داوود کاشی خیلی قشنگ میگه،
میگه ایران باید بره وساطت کنه بین اسرائیل و فلسطین. بعد اون تارد میگه، الان میدونید اسرائیل اوضاعش خوب نیست، ولی مردی که اینجا بود دیروز نتانیاهو همش دنبال جنگه. گفت میدونید چرا؟ برای که اینا اروپاییای کلیمی هستن. اون بدبخت کلیمی که تو فلسطین مونده بود و بعد اسرائیل و فلان اینا، اونم هر روز که میره سوپرمارکت و میاد نمیدونه زنده است یا منفجر میشه، ولی این آقای نتانیاهو چون برادرش هم تو جنگ کشته شده میخواد بکشه. یه روز میاد اینجا، یه روز میره نمیدونم عربستان فلان بیسار اینا، ولی تو مملکت خودش حتی افسرای نمیدونم ارتش یا شهربانی دیروز تظاهرات کرده بودن. برید نگاه کن این خبرها رو هیچ کس نمیگه. تو آلمانی همچین خبرهایی تو تلویزیونش نشون میده. آلمان هم که هنوز که هنوز از اینا میترسه، چون میگه اون موقعی که ما زدیم اینا رو داغون کردیم، اینا اومدن پدرمون رو در آوردن شکایت کردن، الان ما خفه خون گرفتیم. ولی اون زیر هنوز این دشمنی کلیمیا و صهیونیست و اون طرفدارای هیتلر هست. بعد برید یکم برگردید به قبل از جنگ ببینید چه بلایی سر هیتلر آوردن که مجبور شد به جنگه. همین فرانسه چجوری از اینا پول میگرفت. انگلستان گفت بابا ندارن ولشون کن. فرانسه گفت نه ما قرارداد با اونا، اومدن آقای هیتلر همه رو انداخت کنار، رئیس جمهور رو نمیدونم صدر اعظم و فلان، گفت اوکی یا علی مدد. و هیتلر منتخب مردم بود، میومد اون صحبت های شورانگیزی که انجام میداد، بعدم اومد پاش وایساد، ولی یابو برش داشت، شد مثل آقا رضا پهلوی. حالا دیگه ماشین که هیچی، میخواد اتوبوس برداره. آقا تا ننت راننده اتوبوس بوده، بابات راننده اتوبوس بوده، اومدی دو ما رفتی هواپیما اینجا که بابا صبح تا زور میری بعد از زور به خلبانی میگن بیا گرفتی برو، حالا رفتی تگزاس یاد گرفتی که 17 سالت بوده، الان 62 سالت 63 سالته، حالا بگو 62 از 17 45 سال پیش قبل از انقلاب یاد گرفتی هواپیمای جت بپرونی. سو وات، اولا اون جتا دیگه الان نیست، هرچی بوده از F4 و F14 و فلان همه شده 22 و 35 و فلان. کارمون خیلی خرابه دوستان، از هر چی میگم به یه جای دیگه میرسم که نگو و نپرس. خب طرفداران شاه دو بار نوشتم طاقت کاریکاتور و طنز و شوخی ندارن، ولی از یکشون سوال کردم، گفتم فکر کنید اگر شاه اجازه داده بود کاریکاتورش میکشیدن، طنز میگفتن، جوک میگفتن. آقا طرفی که عصبانیه جوکشو میگه، طنزشو میگه، دیدید چقدر اون جوک برای آخونده میگن؟ راننده تاکسی از صبح تا شب داره برای مردم جوک میگه، جوکا که جوکای خانوادگی اینها رکیک فلان نه، ولی همه میخندن. سوپاپ اطمینان فشارشون در میره میرن خونه. شاه نادان نذاشت، این سوپاپ اطمینان رو نذاشت که مردم به جای اینکه قلم بردارن جوک بنویسن، رفتن قلمو گذاشتن زمین، رفتن دنبال اسلحه. خب حالا این دوربینم کشف کردن و اینا، بله این آوردن خودتون در حد حماقت آخونداست که چرا اینا این کارو نمیکنن. حالا فردا 100 تا دوربین اضافه میکنن، هر کدومتونم گفتین این دوربینا برای چیه، میگن گذاشتیم ببینیم کدوم دانش آموزی موز گندیده میاره، تخم مرغ گندیده میاره، چون این گازا رو میگن بوش مثل تخم مرغ گندیده بوده فلان بوده و اینها. در صورت یه چند نفرم گرفتن، اون چند نفری که گرفتن اینا گفتن که ما چی نمیکنیم، به اصطلاح نصیحتشون میکنیم و اینها. یه برنامه دیدم از آقای لادن و دو تا از دوستانشون، اون گفت که اونجا گفتن که این که میگه ما اینا رو نصیحت کردیم ولشون کردیم رفتیم، برای که از خودشونه. بابا اینجوری هم نیست، اولا گفت از اشد مجازات میرسونیم، ولی گفت بعضی هاشون ندانسته این کار رو میکنن. دوستان خودتونو بذارید جای بچه ها، دیده باشید در قم مثلا فلان شده، من و شاهین با هم تصمیم میگیریم، میگیم شاهین این مغازه‌ای که تو بلدی، رستوران ها، خوراکاشون که خراب میشه، شب کجا خراب میشه، چیه خوراکاشون که زیاد میاد کجا میریزن؟ میگه تو این سطل آشکار. میگن بیا بریم یه پلاستیک ورداریم این خوراکا رو بریزیم، ببندیمش شب تا صبح سرش رو ببندیم، فردا اینو ورداریم بریم مثلا پشت یه مدرسه بریزیم. خب اونجا هم آشغالا رو میریزی بو گند بلند میشه، این بچه ها میان با
کار میکنن وحشت میکنن. ما آقا نمیخوایم بگیم کسی بیگناه، گوش کنید، حوصله جربست نداره. میخوام بهتون بگم ماها رو گذاشتن سر کار و ما هم قشنگ مجانی رفتیم سر کار. در هر صورت اینم از این هر کاری میکنم که نمیفهمم فلان، این رفت پرید. این یکی. امام حسن یک حدیث داره که توش میگه با چه زنی باید ازدواج کنی. جالب اینجاست که خودش توسط زنش مسموم شد. من تا اینو خوندم یاد آقای دکتر هولاکویی افتادم. دکتر هولاکویی از صبح تا عصر به همه نصیحت میکنه، اومد گویا 3-4 تا زن گرفته و طلاق داده، خودش زن نداره. شاهین نوشته من نمیدونم اونجا هوا چیه، اینجا 2 روزه داره برف میاد. شاهین جان این روزا هر جای دنیا میخوای بنویس که هوا در اون منطقه، الان بزن هوا در شیراز برات مینویسه که اینجوریه، عکس میکشه، آفتاب، بارون، فلان. اینجا هم ما امروز منتظر برف هستیم و گفتن از صبح یکم بارون میاد، همینطور هم شد یکم بارون اومد، بعد گفتن عصر میشه برف، بعد گفتن بعد برف میرتش به طرف بالا و ما باز دوباره فردا بارون و سرما داریم. اینم از این. و اما این آقای رابین ویلیامز که واقعا یادش بخیر، یادش گرامی، اینایی که میان من شما رو میخندونن ولی درونشون افسرده هستن خودشون. آقای رابین ویلیام خودکشی کرد. کمدین و هنرپیشه واقعا نابغه ای بود. فیلماشو ببینید، رابین ویلیام ROBIN ویلیام WILLIAMS رابین ویلیام میگه میگه من فکر میکردم که بدترین چیز در زندگی اینه که تنها بمونی، ولی حالا فهمیدم که نه، اون نیست. بدترین اینه که شما با کسی بمونی که اونا بهت این احساس رو بدن که شما تنها هستی. یه کمی پیچیده است ولی دربارش فکر کنید خیلی ساده است. خب اینم حالا شاهین هوای اینجا رو پرسید. ما اوقات شرعی به افق جمهوری اسلامی، اذان صبح اعدام، طلوع آفتاب دزدی، اذان ظهر اختلاس، غروب آفتاب شکنجه، اذان مغرب شلیک گلوله و نیمه شب تجاوز به دختران. این همه راجع به تجاوز به دختران، این همه عکس‌ها رو نشون میدن. این پدر سوخته بود موی این زن کشید. من میگم اصلا نگران نباشید، ما چنان ملت غیوری هستیم که این آخر هفته رو نخواهد دید. یکی میره میکشتش، آخر هفته رو که میبینه هیچی، آخر ماه رو که میبینه هیچی، آخر امسال رو که میبینه هیچی، سال دیگه هم درجه میگیره و میاد سراغمون. اگه اسلحه کمری داشته، حالا دیگه اسلحه های بزرگتر و بیشتر، مقام بزرگتر و بیشتر تو سر ما بیشتر میزنه. و اما یک ضرب المثل سربستانی میگه که موقعی که جنگ شروع میشه، سیاستمدار گلوله، ثروتمند نان و فقیر فرزندش را میدهد. جنگ که پایان پیدا میکنه، جنگ که تموم میشه، سیاستمداران دست یک دیگر را میفشارند، ثروتمندان قیمتها را افزایش میدهند و فقرا سرگردان به دنبال قبر فرزندان خود میگردند. دیروز ویدیوی این بیچاره پدر کیان، همین خداوند رنگین کمان، دیدم که از تهران سوار هواپیما شده بود بره ایزه اگه اشتباه نکنم. ولی خانمش خیلی فعال، عکس میگیره و فلان، اینها عکس و ویدیوش گذاشته بودن حتی تو هواپیما، ولی واقعا آدم دلش خون میشه. بله، وقتی جنگ تموم میشه، فقرا سرگردان به دنبال قبر فرزندان خود میگردن. و اما حالا جمعه است، از این عکس عاشقانه تر شما دیدید؟ راستی خونه شما از این قسمت هایی داشت که لافت و شکار رو جمع میکردن میذاشتن اینجا و چه تمرین خوبی بود. شما اتاق رو فکر کنید، از صبح تا از یه جای بیهوده یه تختی همینجوری دوشک روش پهنه که شما حالا بگو شب 8 ساعت میری میخوابی، یعنی 16 ساعت دیگه اون فضا بیهوده است. اینجا
چون خونه ها کوچیک بود، فامیلا با هم بودن، لاف دوشک و صبح جمع میکردن میذاشتن اونجا، میشد پشتی تکیه میدادن بهش. و این کرد دیگه، این آقا، این خانمم هندونه براش گذاشته اونجا هم اون. و چه نگاه عاشقانه این مرد به زن میکنه. نگاه کنید، من بیارمش نزدیکتر، حیفه که بهتون اینو نشون ندم. بله، اینم از این. امیدوارم شما هم عشقی چنین داشته باشید. اینجا نوشتم حتما پوشه لایو رو سر بزن، همین کاری که الان دارم میکنم. و اما ویدیوی چرچیل، چند روز پیش آقا شاهین یه چیزی فرستاده بود که آشپز چرچیل، اینو این تو برنامه قبلی گفتیم و گفتیم بابا اینجوری نیست که چرچیل بیاد بگه بیارین آشپز فلانی رو بیارید از این سوال کنه و فلان، شما خودتون رو نیار پایین. گفت که آره درست میگی، واقعا آدم دیگه نمیدونه این چه چیزایی راسته چه چیزایی دروغ و فلان اینا. خلاصه امروز براش یه چی فرستادم، نمیدونم وقت کرد نگاه کنه یا نه، اگه بتونم بهتون نشون میدم، همینجوری براتون میگم. آخه این آقای خیلی قشنگ به صورت شعر گفته، بذار براتون پیداش کنم، با اون شعر اگر بخونیم خیلی بهتره. همین دنبال شاهین میگردم، شاهین رو پیدا کنم، شعری که برای این فرستادم میشه همین. ببینیم چیه. بله اینم شاهین گلام رضایی. حالا آلمانی ها به چی میگن؟ بله این عکس آقا رضا هم نشون بدیم که منتظر اتوبوس، یعنی با اتوبوسش منتظر مسافره. خب این عکس یه راننده ای رو گرفتن تو پارکینگ ها، هم اینجوری بود دیگه. این اتوبوس ها، این هم ایران پیما بوده ولی کردنش کرایه ساواک. هر کی هم این عکس درست کرده خیلی قشنگ، حالا یه کمی گردنش کج فلان ولی ساواک. بعد اینجا هم علامت، میدونی الان اینا تیشرت درست کردن چیزای ساواک و اینها میفروشن. ولی این جالبه، این نمرش از این نمره جدیدای تهرونه، نمره قدیمیایی که ما بودیم اینجوری نبود. در هر صورت این بنزای 302 هم ماشینای جون سقتی بود، ولی تمام ماشینای ایران موتوراشون کوچیک بودن برای اون جاده های بدی که ما داشتیم، باید موتورای بهتر. بعد ایرانی هم این ماشینا رو که می‌خریدن فوری میرفتن چرخاشو بزرگ میکردن. شما وقتی چرختو بزرگ کنی، اون فیزیکو بلد باشی، ریشیو اینا رو چیز میکنی، دوباره اومده انگار قدرت ماشین موتورتو کم کردی. به همین خاطر افرادی مثل پدر من بیچاره، پدر پتیک و اینها، یه جایی تو جادهای ایران، حالا با عقب و جلو سر تکون با دنده یک بر بالا هیچی، بعضی جاها با دنده عقب باید میرفتن بالا، چون دنده عقب از دنده یک سنگین تره یا اون دنده هاش گنده تره و ماشین زور زیادتری داره. حالا ببینید اون جاده ها رو داشتیم و هم میاد جشن 2500 ساله میذاره. همون گردنه چیز بود، این جلیل عماد بیچاره کشتون گرگا جلو زن بچهش خوردنش تو بر کولیکوش بین اصفهان و شیراز بود، یا گردنه پیرزن مال بوشهر بود، اینا رو داشتیم. خب این از این ماجرا. چرچیل رو من ببینم، ببین مثلا اینجا من اومدم توی فیسبوک میزنم شاهین، قسمت مسیجش به هم نشون نمیده، باید برم تو اینستاگرام بذارم قسمت مسیجش، این تو مسیجه هست. بذارینم میتونم شاهین اینجا میشه آرت، یا حالا جالبه تو اینستاگرام هم باز داریم شاهین غلام رضایی. گیجمون کردی آقا، کار درسته. آقا این جوک کمک فنر خیلی جوک زشتی. این مردم، من یه چند مدت قبلا نگاهش میکردم، بیشتر نگاه میکنه جوکای کشورهای دیگه و اینها رو میاد به فارسی چیز میکنه. فقط خب رابط قدرت اجرا داره که مردم اینجوری دورشن. آقا نمیتونم این برات پیدا کنم. خیلی ها ما اینو دیگه برای کی فرستادیم؟ برای آقای چمنارا فرستادم. ببینم میتونم از تو قسمت چمنارا پیداش کنم، که البته چمنارا گفت که این بوده داستان چرچیل، ولی یه داستان دیگهش اینه که چرچیل سوار یه تاکسی میشه، بعد وقتی میرن به طرف مجلس به راننده میگه که از این خیابون برو،
میخوام زودتر برسیم. راننده میگه اینجا ورود ممنوعه، میگه تو برو کاری نباشه، اگه پلیس گرفتت من جواب میدم. وقتی پلیس میگیرتشون به پلیس میگه که من چرچیلم، نخست وزیر چیز بوده دیگه، صدر اعظم. این فرق نخست وزیر و صدر اعظم و رئیس الوزراء و اینا ما آخر نفهمید. در هر صورت یه چیزی بوده، به پلیس میگه که من چرچیلم، میگه مهم نیست شما کی هستی، خلاف کرده باید جریمه بدین. اون وقت میگن چرچیل گفت که من با این مملکتی که دارم اینجوری قانون و اینا اجرا میکنن میرم و میدونم که در جنگ موفق میشم. ولی اون داستان اون تاکسی که این آقا با این خوشزوقی، فکر کنم آقای حشمت رئیسی فرستاده بود برام، خیلی بد وضعی شده ها، نمیدونیم کی برامون چی فرستاده و ما کجا به کی اینو فرستادیم. یعنی شما ببینید دیگه چی میگن، عمق فاجعه رو حساب کن. تماشای این گونه برنامه، آره یه برنامه بود که دو تا استاد دانشگاه، نه اون دیوونه ای که گفتم، دیوونه زیاد داریم، این صادق زیبا کلام اینه، بذاریم من براتون بیارمش. من اینو برای دوستان فرستادم، نوشتم اول تماشا کنید، پس از چند دقیقه فکر کنید، پس از آن چند دقیقه فکر کنید، اگر دوست داشتید نظر خود را بنویسید یا پیام بگذارید تا امروز در برنامه پخش کنم. اینو صبح فرستادم و اینه، بذارید من عکسشو بهتون نشون میدم که اگر میخواین پیداش کنید. دیدم اون روز آقای اکبری گم کرده بود یوتیوبو، اینجوریه آقای اکبری، اگر تو برنامه ها من این کارو بکنم شما ببینیش و بعد اگه حتی گمشم بکنی میتونی بری دنبالش، فکر کنم مشکل هممون حل میشه. اینجا ببینید، اولا توی ویدیوهای خود صادق زیبا کلامه، این پایین ببینید اگه بزنید تمام ویدیوهاش میاد، ولی نوشته مناظره قدیری آبیانه یا ابیانه و زیبا کلام، مقایسه کارنامه جمهوری اسلامی با پهلوی. آقای اینجا انگار داره بشکن میزنه اینجوری، آقای اکبری هم اومد دوستان، به خاطر این عکس اتوبوس آوارضا ده ها فوش در مسنجر خوندم. خب بعدن برنامه رو اگه از اول نگاه کنی، من دو بار تو برنامه گفتم که طرفداران رضا پهلوی همه سوسولن مثل خودش، همه عزیز نازی، بچه ننه، نونور، یه کاریکاتور میفرسی قهر میکنن، لوس میشن. اون آقای طباطبایی نوشته بود It's not fair، یعنی عادلانه نیست. گفتم شما داری تو آمریکا زندگی میکنی، تو ایران رو میبینی وقت میگی عادلانه نیست. ضمناً دیشب اینجا به زنان ایران جایزه دادن، این جایزه هم هیچی نیست، مثل آب نباتی که برای بچه میخری میدونی برش بده، ولی میخوای همون موقع رشقند، درسته یا ریشخند، میخوای رشقندش کنی که اون موقع گریه و زاری نکنه. به مسیح علی نژاد جایزه میدن، به نمیدونم این زنان ایران جایزه میدن، ولی خود اینا هستن که دنیا رو ریختن به هم. بله، میگه کتل دختر و پیرزن در راه کازرون بود و کتل ملو و فلفلو بین کازرون و بوشه بود. آره من میدونیم، هر وقت بابامون میمد بنده خدا تعریف میکرد که نزدیک بوده اینجوری بشه اونجوری بشه. ببین اینجاست، اینا بزرگ برات بیارم باز اندازه. حالا اون برنامه رو نگاه کردی بعدش که نظرتو ننوشتی که چی بود این سلطنت طلا. بله، مناظره قدیری ابیانه و زیبا کلام، مقایسه کارنامه جمهوری اسلامی با پهلوی. من باید یه چیز دیگه پیدا کنم از وید بلسته بهتر، که وقتی تو کامپیوتر نشون میدم خانا و ما باید دانا باشیم، خوب و توانا باشیم، اینجوری باشه. و اما بگردم ببینم میتونم اینو پیدا کنم که برای این دوستان فرستادم. رضا پرید، رضا پارچیزاده، فضائل عزیزان، برای فضائل عزیزانم فرستادم، پیدا شد دوستان. خب این آغاز، قیافش هم مثل همشهری های خودمون میمونه، از این لورا و ترکای قشقایی و اینها. با هم بشنویم شعر زیبایی که ماجرای چرچیل در تاکسی بوده. دیدم که چرچیل در انگلیس به منظور شرکت به جشن پلیس، برای سهولت در انجام کار سر کوچه بر تاکسی شد سوار. نه راننده چرچیل را می‌شناخت
نه چرچیل او را خبردار ساخت. به محض رسیدن به کاخ عوام به راننده گفتا که ای خوش مرام، به یک ساعت و نیم در این مکان که من بازگردم در اینجا بمان. به گفتا ببخشید ای سرنشین، به برگشتن دیگری را گزین، که باید به منزل روم بیدرنگ، نشینم به بزمی ظریف و قشنگ، ز چرچیل یک بحث زیبا و نو شود پخش امروز از رادیو، سخنهای او هست بس چاره ساز، نماند در این ملک فقر و نیاز. به محضی که چرچیل حرفش شنید، به رخ اندرش شادی آمد پدید، به دوست کی ضرب انعام داد، پیاده شد و گفت عزت زیاد. چو راننده آن سکه زر بدید، سراسیمه دنبال ایشان دوید، به بازوی چرچیل چسبید و گفت ببخشید گفتم بسی حرف مفت، خر کیس چرچیل بی آبرو، کنم وقت خود صرف گفتار او، به زیر سرش با سخنرانیش، به فیف کج و اخم پیشانیش، جمال تو را عشق ای مرد خوب، همینجا بمانم ولو تا برو. حاصل نراننده آن روز در آن دیار، به یک سکه شد عاشق پاچخار، محبی اگر راست پرسیز دوست، 90% خلق مانند اوست. خیلی هم خوب، آقای محبی اسمشه و میگه که نه فقط اون راننده تاکسی انگلیسی پاچخار شد، و جاست چقدر قشنگ چقدر راحت این شعر رو بیان میکنه، و حالا بعد میبینی بعضی ها میشینن اینقدر زور میزنن که از یه چیزی شعر درست کنن، آخرش هم بی سر و ته هست. اینم از این و پیدا شد بالاخره، ولی من اینو برای شاهینم فرستادم و برای خیلی دیگه از دوستان فرستادم. متاسفانه میگم یه سریش ما مغزمون جا نمیده. بذار ببینیم شاهین پیغام گذاشته یا مال قبله. نه مال قبل بوده، اون بالا بود. خب دوستان عزیز، خبر خوب که این کاغذ من تموم شد، حالا این عکس ها هنوز مونده. بذارید من اینا رو ببینم. آقای جانگیر شادانلو هم یه دو تا برنامه شون رو دیدم با دوستان و اینها، برنامه جالبی داره، تماشا کنید. You speak the language of love. یکی از دوستان برای من، خودش هم انگلیسی فول ورمی داره، فنگلیش می نویسه. میگم آقا خب تو که انگلیسیت خوبه، منم حالا درست انگلیسی زبان سومه، ولی بالاخره هر از تر تشخیص میدم، چرا فنگلیش می نویسی؟ خب انگلیسی بنویس که اولا یه تمرینی کرده باشم در طی روز. بعد لط کرده نوشته که شما درست میگی. نوشتم چرا فنگلیش می نویسی؟ نوشته because I'm فنگلی. بعد نوشته you speak the language of love، شما با زبان عشق صحبت میکنی. خیلی هم خوب، میدونید که میگن فرانسوی ها، والا من همچین نه فرانسه از بوی خیابوناش لذت بردم. خب بالاخره قشنگه کنار رودخونه که میری و عصر و اینا. شاید هم ما یه مریضی داریم از همه چی فقط ایراد میگیریم. اتفاق هفته پیش بود، نه هفته پیش دوشنبه همین هفته که گذشت، یه دوستی به من گفت که آقا میدونی مشکل تو چیه؟ گفتم مشکل زیاد دارم. کدومش؟ گفت شما شاید چون دبیر بودی فقط از نگاهی که دنبال اشکالا میگردی میای به هر مطلبی نگاه میکنی. گفتم اوکی. خب دوستان، کمک به دیگران، مخصوصا الان که سال نو هست، ببینید چه احساس خوب بهتون دست میده. و اما اینکه عاقلان اشتباه میکنن، متاسف میشن، عذرخواهی میکنن و میرن اونو بهتر یاد میگیرن، اشتباهشون رو رفع میکنن، ولی احمقا فلسفه میبافن. شما به یکی بگو آقا جون این با این اگه ببری بهتره، میاد برای شما یه ساعت روزه میخونه که نه اونجوری بهتره، دیگه آخرش شما میگی آقا برو هر غلطی دلت میخواد انجام بده. خب اینو قبلا گفتم، سیم کارت برای خارجی ها، هوملس و قیمت گاز و تخم مرغ و فلان اینا قبلا گفتم. آقای مسعود کردار، من دیگه واقعا ناامید شدم. بذارید یه بار دیگه من تو برنامه زنگ بزنم که ما دوستیمونو به ایشون چی میگن حجت رو تمام کرده باشیم، که دیروز پیغام گذاشته که الان ساعت 5 عصر به وقت ما،
خب فکر کنم اینا 3 ساعت از ما عقبه. ضمن این ویکند فکر کنم باز وقت ما اینجا تغییر میکنه، دیوونمون کرده. بعد تا 3 ساعت دیگه شما اگه زنگ بزنی من هستم، اگه نه بعدا با هم صحبت کنیم. آقای کردار، ما هم تو اون برنامه هم تو این برنامه اینجا توی اسکایپ فیسبوکی که چند ماه قبل با هم صحبت کردیم دارم زنگ میزنم. این صدای خوبی نیست، این صدای یعنی شما سیستمت خاموشه. حالا اینجا ما نشون بدیم که مینیسه آقای کردار نیستش و نمیدونم جواب نمیده و از این اوضاع. بله نوشته waiting for مسعود. میگه من میگه تو منتظری که اون جواب بده. بله ما منتظریم که ایشون جواب بده، ایشون میره یه جای دیگه جواب میده و الی آخر. گفت که طرف گفت که آقا من در شماره 2 وایسادم. گفت آقا منم در شماره 2 هستم، تو رو نمیبینم. کجا هستی؟ به قسمت ارایوال اونایی که وارد میشن یا قسمت دیپارچر؟ گفت آقا منم قسمت ارایوال. گفت والا منم ارایوال هستم. بعد گفت بذار ببینم تو کدوم فرودگاه هستی. اون اصلا رفته بود یه فرودگاه دیگه. این ماجرای من و آقای کرداره، دوتامون وایسادیم گیت 2، دوتامون وایسادیم دم ارایوال. حالا یا من با ساک اون با ماشینه یا اون با ساک من با ماشینم، ولی ما تو دوتا فرودگاه مختلف هستیم. هرچی بهشون میگیم آقا شما اگه با اون تلفنی که تکس میزنیم من بهت تکس میزنم با همون جواب بده، میره از یه برنامه دیگه، من میرم از یه برنامه دیگه. بعد همینجوری همینجوری همه دنبال همین، نمیدونیم کجا هست. خب گلشیفته فراهانی چند روز پیش یه حرفی زده بود که همه بهش حمله کردن. من برعکس میگم ایشون حق داره، ایشون به عنوان یه زن ایرانی کاری به هنرمند بودن و ایناش هم نداریم. به عنوان یه زن ایرانی که بهش اجحاف شده در ایران حق داره، که بهش اجحاف شده در خاورمیانه حق داره که بگی این کشورها گو هستن. شما گو نیست، برو بمال به صورت، ولی اون حق داره بگه این گو هست و بذارید حرفشو بزنه. حالا یکی میگه گل شیفته شده خود شیفته. آقا خانم حق داره حرف بزنه، فوشش میدن. تو که نمیدونم بابات، آقا باباش چیکار این داره. اتفاقا این وجود بابای این و وجود خواهر این، من چند بار ایراد گرفتم راجع به گل شیفته. این برای آخوندها تبلیغ خوبیه. آخوندها میگن نگاه کنید ملت، این به ما داره اونجا فوش میده ولی خواهرش اینجا داره فیلم بازی میکنه، باباش داره فیلم بازی میکنه. برای که اونا نتونستن از پول بگذرن، بگن اگه شما های فراوانیه دیگه کردم از اگه اشتباه نکنم، اگه شما به دختر و زن من آزادی نمیدی من فلان این پولی که میخوام بسازم نمیشه. گفت هر که از پول بگذرد از پول گذشت. هممون با پول گیر کردیم رو پول. حالا این پول کی خراب بشه برزیم پایین، با وایسیم و ببینیم. و اما حمایت حمایت پیپل حمایت حمایت. اون دوستمونم اون روز گفت با چی بفرستم و اینها، گفتیم وسترن یونیون رو، هیچ خبری نشد. با وسترن یونیون شما میتونی بفرستی، با ایمیل شمارهشو به من بدی. با ایمیل من usa.sorbi@gmail.com با شماره تلفن ما میتونید شما از طریق ونمو مثل اسم ویدیویی، از طریق زل پول بفرستید. اونی کسی که بخواد انجام بده انجام میده. و من باز یک بار دیگه تشکر میکنم از اون و دوتاشون. هم جالبه که دوتا بانوی ایرانی بودن که یکی دو بار یه مبلغ 100 دلار و 500 دلار و یکی چند بار یه مبلغ بزرگی که بگم شما حسودیتون میشه پس نگم که راحت تر باشم. خیلی ممنون از این دو بانوی گرامی. دوستان بهتون اون روز گفتم چه چیزی حکومت ها را سرنگون میکند؟ اقتصاد. همه اینا برمیگرده رو اقتصاد. برید برگردید ببینید دوره شاه هم اقتصاد زمینش زد. موقعی که پول زیاد گیرش اومد، هار شد، سوار یاوو شد، بعد که نفت اومد پایین فیش کشیدن، کمباد شد رو زمین،
و بعد مردم گفتن آقا ما هر سال میرفتیم اروپا، حالا دیگه نمیتونیم بریم اروپا. البته بدبخت ایرانیا چه اروپای خاک به سری، میمدن از دو سه تا کشور عقب افتاده ترکیه و نمیدونم لهستان کجا بلغار و فلان از چیا رد میشدن، اصلا جونشون تو خطر بود که برن یه بنز کونه ای که مثلا اونجا تاکسی آلمان بوده بردارن بیان پوز بدن، و بعد توش هم یه مشتی نمیدونم سیگار و چیزای ویناختن که مال کریسمس و اینا که مونده بود بردارن بیان به فامیلاشون یا بفروشن یا بپوشن پوز بدن. این ملت رو بدبخت کردی شما آقای شاه. این افتخار نیست که پاسپورت ما رو همه جا را میدن، پاسپورت عربا رو همه جا را میدن، آیا فرهنگ دارن؟ بدبخت زمستونا به جای سوئیس به جای کوه آلپ میرفتی یا سوچ، تابستونا نمیدونم میرفتی فلان یه جای خوب، اشتباه گفتم، زمستون برای برف اینا میرفتی یا سوچ برای گرما و شنا میرفتی بوشه، و مردم میرفتن اونجا رو آباد میکردن، میرفتن اونجا چشم چشی چی میخریدن. نه هر پوفیوزی که میمیره از نمیدونم سرعیایی که طلاق دادی میگه سرعیا گردن بندش 5 میلیون دلار، 5 میلیون دلار پولی مردم بدبخت بیچاره، و از زمان سرعیا که هنوز پول نفت انقدر نبوده که، از کجا آوردی این پولا رو دادی؟ بعدم که بار زدی همه اساس رو بردی. برید اون آقای آذربرزین رو نگاه کنید، میگه 7 تا کانتینر، 7 تا 30 کانتینر که تو هواپیما ها جا میدن مثل این پست فدکس و اینا، وقت شاولایا فوش میدن به تیمسار آذربرزین. ببینید با این سن و سال انگلیسی اون موقع بلد بوده و فلان اینا، بنگه شاه انگلیسی حرف میزد، ای کاش خفه شده بود دهانش رو میبست و حرف نمیزد. همون حرف زدن اون این بدبختی ها رو درست کرد، هی نشست پوز داد، 2 تا زبان بلد بود. خب میخواست بلد نباشی رفتی توی کشوری 12 سالت بوده 11 سال 13 سالت بوده رفتی توی کشوری دیگه پانسیون شبانه روزی زدی پرستاران هم حامله کردی با بچه هم دعوا کردی فرش خان مادر، خب 2 تا کلمه هم انگلیسی و فرانسه یاد گرفتی که چی؟ حالا باید به تخمت بازوبند نمیدونم حضرت عباس ببندن؟ عجب عقب افتاده ای بود این مرد. و اما گوگل ترنسلیت رو براتون بارها گفتم ازش استفاده کنید. الان یه چیز دیگه اومده به نام چت جی پی تی، جی تی پی، این اسمش یکم مشکله. این هوش مصنوعیه 10 میلیارد دلار، 10 بیلیون دلار اگه اشتباه نکنم بیل گیت و بینگ خرج این کردن. اسمش هست همون چت، یعنی باهاش چت میکنی مینویسی دیگه برات انشا مینویسه، بگو من میخوام از اینجا برم آلمان، برم فرانکفورت، چه چیز کجا رو برم ببینم، برات جواب میده. یعنی یه قدم رفتن نزدیکتر شدن به جایی که اون هوش مصنوعی از من و شما هم بزنه جلو. میدونی که فیلم هایی درست کردن که کامپیوترها میمدن از سازنده هاشون جلو میفتادن، بعد حرف گوش نمیدادن، نافرمانی میکردن، حتی با صاحبش دعوا میکرد، خدا اون روز رو نیاره. یکی نشتود اگر سواد داشته باشی و آگاه باشی احتیاج به رهبر نداری. این اصلا اشتباه محضه، حرف مزخرف و بیخودی هست. اون ماجرای ماهی فروش آبادانی و وزیر امور خارجه رو گفتم براتون، پیروز مرد اون پلنگ بیچاره و خوراک برای خیریه. امروز اتفاقا نوشته بودن که چرا ما اصرار داریم کاغذها رو پاره کنیم، چرا حجم کمتری میگیره، اگرم میخوان بسوزونش تو بخاری و اینا بهتر میسوزه. خب اینم از این آقای کردارم زنگ زدیم نبودش، دیگه نمیدونم چیکار کنم. ما هی میگه زنگ بزن با هم 5 دقیقه صحبت کنیم. خب آقا من که میدونم نظر شما چیه، من که میدونم شما چی میگی، زنگ بزن پیامتو بذار رو 202 تا من برای دیگران پخش کنم، بعدم به من یه فرصتی بده من وایستم صحبت کنم. نه آقا فکر کنم اذیت میکنن، فکر کنم اذیت میکنن. خب بذارید من این صفحه رو دوباره بذارم، بریم عکس‌ها رو نشون بدیم و ببندیم و بریم دنبال کار و زندگی. خب
خب این تا اینجا این صفحه کامپیوتر من دیگه گفتم همه رو نشون بده دیگه زدم به سیم آخر. خب برگشتیم این خانم آقا کاکو حق داری، فرانسوی ها خیلی عوضی هستن، واقعا دم آلمانی ها گرم. آقای اکبری برو، نمیدونم فکر کنم اون آرمان بود دیپ پادکست یا اون آقای علی نوری بود بی پلاس، اینا هم اگر اسمای ایرانی میذاشتن چقدر بهتر بود. من اینا بیننده خارجی دارن که اون گذاشته بی پلاس، اون گذاشته فلان، در رابطه با همین قبل از جنگ و اینا ببین چه بلایی این فرانسوی ها سر آلمان آوردن. بعد خود این فرانسوی ها با آمریکایی ها چقدر نارو زدن، ولی آمریکایی ها یه جوری خودشون رو مدیون فرانسه میدونن، چون فرانسه به اینا یاد داد که چجوری اون برنامه انقلاب یا استقلالشون رو را بندازن. 1776 بعضی آدم ها از دور که نگاهشون میکنی خیلی برق میزنن، ولی جلوتر که میروی متوجه میشوی درخشششان به خاطر شیشه خورده هایشان بوده. اینم همینه که میشینه طرف به زور یه چیز بگه. وقتی من وقت همه صفحمو نشون میدم اون وقت این اشکاله به وجود میاد، اگه عکس کوچیک باشه ناخوانا میشه، ولی خب شما دیگه قبول کنین که اون چیزی که میخونم درسته. آها این یکی نوشته بود تک تک مساجد رو تبدیل به بار و مشروب فروشی میکنیم، تمام حسینی ها میشن خانه عفاف، آخوندار رو هم میبریم اونجا یه دور بزنن و تشنه برمیگردونیم تا بیشتر هرس بخورن. حالا من نمیدونم این زیرش ایران اینترنشنال گذاشته، نوشته زهرا گیتی نژاد مدیر عامل مؤسسه مهر گیتی با انتشار ویدیویی از وجود مدارس ساخت خیرین در فهرست طهر مولدسازی. خلاصه هرچی، من برای این سولو که اینا میدونی اسمایی که انتخاب میکنن، ببین ای سولو مانی باکس، وای ملت عجیبی هستی، نوشتم یعنی شما میخوای جنده خونه را بندازی، خب اونجا جاکش رو نمیدونم سکه بگیر و فلان ناش کی میشه؟ آخه شما چرا یه چیزی میگین که برگرده مثل تفت و صورتتون؟ چرا یه جایی میرین میشاشین که مثل پشنگه میگن یا ترشوهش برگرده؟ ما آدم های احمقی نبودیم، ساده بودیم و از روی سادگی به احمقها اجازه دادیم تا در زندگی من دخالت کنن. ارنست چگوارا. خب اولا شما یه احمق پیدا کن که بیاد بگی من احمق بودم. اتفاقا اونایی که میگن اونجا من حماقت کردم، هم تا میگه حماقت کردم شما بدون یه آدم احمقی نیست، احمقا هستن که هیچ وقت نمیگن ما احمق بودیم. همین آقای ارنست چگوارا هم که این همه عکسش دنیا رو گرفت، یه بچه پولداری هی اومدن اونجا و اینجا و اینا، چی کار کرد با این آقای فیدل کاسترو؟ و اما انقلاب 57 متعلق به کیست؟ رژیم ولایت فقیه، نسل 57 یا مردم ایران با حضور فیروزه بنی سعد؟ اگه اشتباه نکنم این فیروزه خانم همونی که شده بود زن آقا مسعود رجوی. مسعودم دیروز با بی بی سی برنامه گذاشته بود، فکر کنم قدیمی بود، ولی مال همین 3-4 سال گذشته بود باشه که ترامپ رئیس جمهور بوده و چه فاجعه ای اینا در آلبانی درست کردن. حالا ببینیم آخر عاقبت اینا چی میشه. جدیدن هم این مریم خانم هزار شوهر خیلی فعال شده، اونم تو این سوراخ تو اون سوراخ. من خندم میگیره میگم یه نگاه کنید این مجالس اروپا، از این سوراخ مسیح میره بیرون، اون یکی عقب افتاده رضا پهلوی میاد، از اون سوراخ رضا پهلوی میره بیرون، اون یکی مریم رجوی میاد و الی آخر. اینا که به کار زندگی مردم خودشون میرسن. بگذاریم این نسل 57 دوستان یعنی چی؟ یعنی دهه 50 دنیا اومدن؟ وقتی انقلاب شده چند سالشون بوده؟ اگر اینها مثل من 22 سالشون بوده، خب ما نسل دهه 30 هستیم. دهه 30
همین اشتباهی بود که چند مدت پیش دیدید، همین گفتن دهه نودی نسلش رو بر چه نسل نودی را برخانده وای فرمانده. حالا منظورش فرمانده امام زمانه، علی خامنه ای هم آقا علی نمیدونم نسل نودی، نود الان اگه بزرگترینش حساب کنی 11 سالشه و این همه جنایت کردین، کودک سربازی بستون نبود که حالا دیگه رفتین سراغ دخترها. بعد این جالبه، فیلم ها کجا تهیه میشه دوستان؟ توی کانادا و توی انگلستان، برید ببینید گوگل کنید این تهیه این فیلم های سلام فرمانده، این همه دختر با این همه لباس متحدالشکل در کانادا و انگلستان. این هم از این. خب آها، توی آمریکا خیلی جالبه، توی ایران یادم نیست، شما یه پپسی میخریدی مثلا 6000، حالا بگو 5000، بعد یه شل، حالا من این کلمه شل هم شل بود چی بود، یه شل 24 تایی که میخواد بخری میگه خب 24 تا 5000 میشه مثلا 12000. حالا اینجا نگاه کنید، این آبجو یینگلینگ، آبجویی که من میخورم، قدیمی ترین آبجو آمریکا، نوعای مختلفی داره، آبجو پیلسنر داره، آبجو بلک اند تن داره، آبجو پورتر داره و الی آخر. ببینید دوستان، میگه 6 تاشو بخر تقریبا 10 دلار، بعد میگه 12 تاشو بخر یعنی 2 دلار خورده اضافه تر میدی، حالا بگو 3 دلار اضافه تر میدی 6 تا بهت میده. ببینید چجوری هر چی بیشتر شما پول داشته باشی چیزا برات ارزون تره. یادش بخیر این هم کلاسی ما بعد همکار بودیم با هم، آقای رحیم فیروزی، هر جا هست سلامت باشه، میگه خدا ذلیل کنه آدم بدبخت. بعد حالا اینو نگاه کن، آبجو 24 تاییشو میده 18.98، یعنی از 1 دلار هم کمتر. اینه بالک بخرین یا تعداد زیاد بخرین، اینجوریه. و اونایی در زندگی پیشرفت میکنن که اگه میدونه هر روز میخواد یه نوشابه بخوره، خب یه روز 6 تاشو بخر، نمیدونم حالا توی این مثاله نمیشه بگیم، ولی کوک یکیش 1 دلاره، 6 تاش 3 دلاره، خب 6 تاشو بخر هر روز ببر فلان اینا. اینا گفتم بذارم نشونتون بده. آنهایی که تا دیروز برای زنای ایرانی گیس قیچی کردند، امروز رفتن جلوی آقای امیر عبدالله، یعنی یک دو روز ازش گذشته فکر کنم، اون روزم نشون دادم این نمیدونم لجیبه لحبیبه که وزیر خارجه بلژیک، این بلژیک هم آقا یک کشور گوزم کوچولوی نمیدونم چند میلیونه، 4 میلیونه فلان اینا، چقدر خوشحال شدن که اون خانم دریا فلانی شده نماینده اون یکی. این آخوندی دیوونه است نه دوستان، مشنگ هستن. anyway اینا هستن ها. وزیر خارجه بلژیک همان گیس بریده است که در حمایت از اغتشاشگران اینجا نوشته، زن زندگی آزادی موهای خود را قیچی کرد اما انگار دوباره موهایش بلند شده و با لبخند و تواضع جلوی وزیر خارجه ایستاده است. و اما میرزا آقا خان کرمانی 150 سال پیش گفته آخوند اگر دوست تو باشد با احکام شرعی مالت را میخورد و اگر دشمن تو باشد با احکام شرعی خونت را میریزد. و اما نظر تلویزیون مردم درباره بنیاد کودک، اون روز براتون باز گفتم، یه بار دیگه میخونمش که سند داشته باشیم اینجا. اینو بزرگترش هم میکنم اگه بشه که آها من باید این کار رو انجام بدم دیگه، مثل که از بزرگتر نمیشه، چرا باید بشه اینجا. آها خوبه، هنوز میتونی بخونی. نظر تلویزیون مردم درباره بنیاد کودک، در 2 روز گذشته چند ساعت وقت گذاشتم و نوشته های دوستان را خواندم. من چون وکیل و قاضی نیستم، نظری را که اینجا می نویسم نظر شخصی خودم است. به نظر من چون بنیاد کودک قبلا برای این پرونده یک مرتبه به دادگاه رفته و گویا مدیران قبول کردند که خلاف این مدیران یا همون هیئت امنا قبول کردن که خلاف قانون آمریکا انجام دادن، دادگاه هم حکم خود را صادر کرده و در آمریکا شما نمیتوانید کسی یا اصطلاح سازمانی یا شرکتی را برای یک خلاف 2 مرتبه به دادگاه ببرید یا 2 مرتبه محاکمه کنید.
ولی دوستان مال باخته می توانند وکیل استخدام کنند و این افراد را در دادگاهی دیگر محاکمه کنند، چون این دادگاه ها یکیش روبروی شما دادستانه، یکیش شما هستید روبروی طلبکارتون، به اون میگن سیویل کورت، به اون یکی دیگه نمیدونم کریمینال و فلان اینا که من اینا رو بلد نیستم، از آقای عزیزان بپرسم. می توانند وکلایی را استخدام کنند که هزینه را اول دریافت نمی کنند، ولی هزینه دریافت می کنند وقتی هزینه دریافت می کنند که پرونده را برده باشند، برنده شده باشند. به همین خاطر تلویزیون مردم نمی تواند و نمی خواهد که نقش دادگاه و قاضی را بازی کنند. برای دوستانی که با خوشقلبی به بنیاد کودک کمک کردند، بهترین ها را آرزو دارم. تلویزیون مردم و من هم که سوربی اینجا امضا کردم، زیرشو نوشتم. خب اینا رو اجازه نمیده ما عوض کنیم، اب نداره، بریم یه جوری دیگه برگردیم دوباره، اینم یه اشکالیه. خب این تا کجا خوندیم؟ اونا رو نشون دادیم، اونا رو نشون دادیم، اون بچه ها رو نشون دادیم. خیلی از اکثار هم نشون نمیده، اون وسط برای خودش در میره. آها دلار. حالا چون ایام عیده، من میخوام براتون بگم که فقط بفهمید طرفداران شاه چون نادان هستن به چه چیزایی دلشون رو خوش کردن. اینو قبلا هم من یه بار نشون دادم. دکتر حسین پیرنیا نوشته دورنمای اقتصادی سال آینده، این نوشته که نوروز 1351، 6 سال دوستان قبل از انقلاب، دلار 69 ریال یعنی 6 تومن و 9 زار، بهترین عیدی برای مردم. این شاه و اطرافیانش باید الاغ باشن که یه همچین چیزی رو برای مردم بنویسن. برای منی که بابام کارگر بوده، برای اونی که کارمند آموزش پرورش بوده، برای اونی که کارگر شرکت نفت بوده، مگه ما به حقوق دلار میگیریم؟ این فقط برای همون 4 تا عقب افتاده ای که با چشم چشی بلند میشدن میرفتن کشورهای دیگه، برای اونا بود و اینا بودن که دلشون خوش بود، اینا بودن که بعدن از توش پرویز ثابتی اومد بیرون و اینا بودن که امروز وای میسن حتی در تظاهراتی که رضا پهلوی با اسم و با شور و هیجان مسیح علی نژاد جون گرفته داره این ور و ور میره، به مسیح علی نژاد میگن بگو مرگ نشا، بگو جاوید شا، و من به شما قول میدم. همونجوری که دیدید اینا قرار بود تا آخر فوریه منشور درست کنن، اساسنامه بدن بیرون، نقشه راه بدن دست شما. اول فوریه که شد گفتن هنوز نداریم چیزی. آقای حامد اسماعیلیون اون کاری که شروع کرده بود جدا شد، گویا صدای اونا در اومده، گفتن آقا ما سیاسی نبودیم، ما دادخواه هستیم، شکایت داریم فلان. از اونجا فعلا یه جوری گفتن استعفا، میدونی بعد وقتا یکی رو که میخوان بکنن بیرون میگن آقا آبرو اینجا نره، شما بیا استعفا بده. آقای حامد اسماعیلیون از اون پرونده هواپیمایی استعفا داد، فعلا شده پادوک. بعضی ها میگن نه، این اتفاقا الان اومده جلو که بگه آقا دیگه من اگه تا امروز گفتم من چیز مدنی هستم، فعال مدنی هستم، نه آقا فعال مدنی چوبشو دادم دست یکی دیگه، اون داره میدوه، من سیاسی هستم. آقا رضا برگرد برو خونه و بخواب زیر پتو، مخصوصا سردم هست مریلند که یه وقت تخمات سرما نخوره. در زمان دلار 69 ریالی حقوق یک معلم هم 1000 تومن بود. بابا شما میگی 1000 تومن، من فکر نمیکنم 1000 تومن هم باشه. حقوق معلم ها 150 تومن 300 تومن بود، من ای که دبیر بودم 3000 تومن، که سال 57 و اینا شده بود 3000 تومن. نه اینقدر نه. درود کاکو سوربی. آقای نیساری هم دوستان الان اومد. آقای نیساری حالا که اومدی باید بکم دیو چو بیرون رود فرشته در آید. امیدوارم این مثل دیو چو بیرون رود فرشته در آید جمهوری اسلامی نباشه. 2 ساعت در خدمتتون بودم، خیلی خوشحالم دارم یه جوری این بدهی که به شما نداریم ولی برای خودمون تعارف علکی میگیم بدهی که به شما داریم به اصطلاح جبران کنیم، میام تا اونجایی که بتونم برنامه میذارم. شما هم اگر موضوعی تاپیکی هست که میخوان برنامه در موردش صحبت کنه بفرستین، اگه من دیدم بله چیز خوبیه صحبت میکنم. فرستادن اون
ما رو ملزم نمیکنه که دربارش صحبت کنیم، ولی اگه شما برنامه ای میخوان اجرا کنین پول میدید، ساعت من ساعت تایم میخرید، من میام اینجا براتون اجرا میکنم. ولی اگه خودتون یه جای برنامه اجرا کردین، آقا مهمونی داشتی، دوربین رو بستی به درخت و فیلم برداری کردی، میخوای پخش کنی، اونو با هزینه 50 دلار که ارسال کنید براتون روی یوتیوب و 4 تا سایت مختلف میذاریم، فیسبوک خودمون، فیسبوک مردم تیوی، توییتر، لینکدین و روی یوتیوب اگه ویدیو باشه، اگه نباشه روی بالاترین لینکش براتون میذارم. دوستان عزیز، جمعه است، فردا شنبه به احتمال 99%، اون 1% چینی که مریض بشم بمیرم، من به احتمال 99% در این برنامه بازار نوروزی خواهم بود. اجازه بدین یه بار دیگه بازار نوروزی رو بهتون نشون بدم، شمارش هم میخونم، شما هم یادداشت کنید. پس با نشون دادن اون از شما خداحافظی میکنم. روز روزگار بر شما خوش. فکر کردید رفتم؟ نرفتم، هنوز هستم. بذارید اینجا، من نمیدونم این آقای دیوید اگه اینو میذاشیم، مارک اسمش، خب بذاری من ببینم اینو میتونم بزرگترش کنم یه کمی. بله آه. ببینید از بالاش نوشته بهین روز جهانی فرخنده باد، شور و شادی شکوفه ها نماد رقص طبیعت، دانشگاه 26 با برنامه استثنایی، فلسفه طلایی نوروز را با تایید جهانیان گرامی میدارد. شنیدم رادیو WTOP نیوز هم اونجا خواهد بود. نوروز بازار از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، روزهای 11 و 12. این ما فارسی رو از راست می‌نویسیم، عدد و انگلیسی رو باید از چپ می‌نویسیم، اینم یک کوفتیه. بعد نوشتن چهارشنبه سوری 14 مارچ که روز سه‌شنبه میشه، بعد دوباره هفته آیندهش نوروز بازار مارچ 18 و 19، بعد 13 به در دارن. امیدوارم که سال خوبی باشه، میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست، اینجا همش جشن و دید و بازدیده. و بله، حتی در زمان جنگ هم دوستان خواننده میفرستن که برای سربازا بخونن، بهشون انرژی بده. هی نگید حالا تو ایران، اونا که رفتن، آقا رضا که اومد همه جنبشا رفت خونه، تموم شد. خب شماره تلفن آقای مهدی تبریزی مهدیزاده 202-680-04-56. کجا هست این برنامه؟ تایسنز کورنر توی شهر وینا، نزدیک جاده بلتوی یا کمربندی ویرجینیا. دوستان قصه ما به سر رسید، چه میدونم چی میگفتن، خاله سوسکه به خونش نرسید یا هرچی. روز روزگار بر شما خوش.